ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز به عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد باز هم شما را خیر مقدم گفته به برنامه سخن اوریان تحلیل و تفسیر اوضاع جاری افغانستان. اخبار گرم از افغانستان داریم. البته سفر آقای اشرف غنی رئیس جمهور اول افغانستان یا بگویم با رئیس شرکت سهامی آقای عبدالله و آقای اشرف غنی به هندوستان سفر داشتن و با آقای مودی صدر اعظم پاکستان که البته آقای مودی هم چهره از اون آشناس به افغانستان سفرهای داشتن و آقای اشرف غنی چندین بار است به هندوستان در طی مدت دو سال البته حکومت گدولی اشرف غنی و عبدالله و تحمیلی آقای کرزی اینا دو بار به هندوستان یا سه بار از سفر چندمین ایشان است و این بار تعطی نظر میان تحکیم روابط هندوستان و افغانستان البته صورت گرفت و تعهد $1 بیلیون هندوستان برای پروژه های بنیادی اقتصادی افغانستان تعهد گردید و قرار مسموع آقای اشرف غنی برگشتند روز پنجشنبه که امروز بوده به افغانستان و البته سفر موفق را دانسته آقای اشرف غنی. بالای سفر آقای اشرف غنی به هندوستان و خود پالیسی هندوستان در افغانستان قابل بحث است که ببینیم هندوستان تا کدام حد در مسائل افغانستان دردها را التیام میکنه یا درد آفرین یا مشکل آفرین شده میره. شما میدانین که رقابت دو ابرقدرت منطقه دو کشور یا با وسایل ذروی یا بام اتمی میتونه دو ابرقدرت منطقه در شرق دور هندوستان و پاکستان دو رقیب سرسخت بالای مسئله کشمیر و بعد از اینکه پاکستان از هندوستان جدا گردید و بعد از او جنگ و مخاصمت میان هندوستان و پاکستان صورت گرفت بالاخره منجر شد با جنگ پاکستان و هندوستان و بالاخره بنگلادش از او زاده شد و از بدنی پاکستان به حیث یک استیت مسلمان در بلاسر جنگ های پاکستان و هندوستان و بالاخره تسلیمی پاکستان به هندوستان و جدایی بنگلادش در وقتش به حیث یک استیت جداگانه از پاکستان در او جنگ پاکستان مغلوب گردید. مگر جنگ سرحدی کشمیر پابرجاست و مخاصمت پاکستان و هندوستان میدانیم. دوستان عزیز باعث دو رقیب سرسخت در منطقه با داشتن بمب‌های اتمی برباد کننده دو کشور مخرب و ابرقدرت شمرده میشن. اینا هر دوی از اینا در مسائل افغانستان دست دارند. پاکستان که دست علنی دارد مرکز قمانده مجاهدین در وقت جهاد علیه شوروی در او وقت بودن و داستان میدانیم دوستان عزیز که از اونجا جهاد آغاز گردید و حتی قبل از او که البته بعضی شورشیان افغانستان آقای گلبدین حکمتیار آقای احمدشاه مسعود و بعضی اخوانی هایی که در وقت سردار محمد داود خان بغاوت می کردن و بالاخره به پاکستان و در پاکستان در کمپ های جوار پیشاور آقای مسعود و بقیه کسانی که به اونجا پناه برده بودن و یا از تفتیش سردار محمد داود خان جان به سلامت برده بودن به پاکستان و از اونجا سوق اداره می شدن و تعلیمات نظامی داشتن و بالاخره از امو وقت پاکستان که بالای خط مسئله خط دیورند دشمنی دیرینه با افغانستان دارن عمل می داشتن و شورشان به افغانستان می فرستادن تا ای که افغانستان اشغال گردید و شوروی سابق بالای افغانستان حمله کرد و بالاخره جهانیان قوت مجاهدین و ایمان مردم افغانستان دید که متجلی میشه و یک لشکر احساساتی با ایمان بسیار بالا در برابر شوروی قرار گرفته استه استه کشورهای غربی رقبای شوروی یا امپراتوری شوروی وقت
با مجاهدین افغانستان کمک کردن و پالیسی بریژنسکی همی بود که این مردم باید استفاده شوند علیه شوروی و امپراتوری توسط از اینا با پا بیفته و همه طور هم شد. دوستان عزیز از کمپ های مجاهدین گرفته تا خود مجاهدین که با جهاد سوق داده می شدن و 14 سال تمام علیه شوروی وقت جنگ فرسایشی برا افتاد و بالاخره نتیجه از او با سود کشورهای غربی که هم انتقام جنگ ویتنام گرفتن و هم بالاخره شوروی سقوط کرد در مجموع امپراتوری از اونا و جهان یک قطبه گردید. به هر حال در منطقه پاکستان یک همکار بسیار نزدیک و صمیمی امریکا شمرده میشد، چی در دوران جهاد و بعد از او در ظهور طالبان و اکمال گروپ طالبان که البته مشهود است و پاکستان حتی حکومت طالبان را اولین کشور پاکستان اونا را به رسمیت شناخت و به تعقیب عربستان سعودی و میمنوال یعنی اونا تایید کننده طالبا یا تحریک طالبا شمرده میشه و در عقب البته هر جنگ یک کشور برای سود خود اونا رو کمک میکنن و مجاهدین افغانستان هم توسط پاکستان و هم کشورهای غربی تامین و تجهیز گردیدن و سوق داده شدن توسط پاکستان یا از خود مجرای پاکستان جهاد آغاز گردید که البته اگر تق و پق و یک چند حزب و تحریک از ایران هم و افغانستان مثل حزب وحدت خیلی مزاری و محسینی و اینا بودن، مگر هفت رهبر عمده و جنگ عمده 80% از او از پاکستان سوق اداره می گردید. بالاخره دوستان عزیز یک دوستی دیرینه پاکستان و یکی از اعضای بیرون از پکت ناتو در قوای ائتلاف پاکستان شمرده میشه و اونا دست بالا دارن و در همه مسائل شرقی دور خصوصا افغانستان پاکستان متخصص است و از تخصص و مفراست سیاسی پاکستان باعث یک مشاور بسیار صمیمی استفاده میداره. بنان دو رقیب بسیار سرسخت بگویم پاکستان و هندوستان که دشمنی دیری ندارن، میدان جنگ از اونا میتونه باشه. افغانستان هم در این راستا و پاکستان هم جوار ما هستن، راه های تجارتی از اونجا وصل میشه و بالاخره شورشیان همونطور که مجاهدین سوق دادن به افغانستان طالبا را هم اینا میتونن بسیار با سودگی به افغانستان بفرستن و راه های باز برای از اونا دارن و حتی شکوه جهانی و خصوصا حکومت افغانستان از پاکستان همی بود که گفتی از اونا مراکز طالبان و گفتی از اینا لانه های طالبان در پاکستان و می خود شورای کویته در کویته پاکستان قرار داره، زعمای پاکستان در طالبان در پاکستان تعیین میشه در گرد همایی ها، یعنی یک پیوند نزدیک میان طالبای پاکستانی یا حکومت پاکستان و طالبا هم موجود هست و این مشهود است و همه میدانه و توجیه طالبا همی است که خب کل دنیا برای حکومت دست نشانده که افغانستان اشغال داشتن برای و هستی و نیستی ما را تباه کرده، اونا میتن خب برای ما هم یا پاکستان یا ایران یا روس یا اینوان یکان پول و پیسه و تجهیزات نظامی را خاطر رساندن و ما هم را لبیک میگیم. سفر آقای اشرف غنی به هندوستان و تعهد $1 بیلیون ای در طول این سالها مقتوی اینجا اونجا کمک های هندوستان به افغانستان جاری بوده. امی آقای مودی یک آدم پیرمرد به افغانستان هم سفر کرد که البته کمک های هندوستان در افغانستان انگار شمار است. یکی از او تعمیر شورای ملی افغانستان است در رای دارالامان، یک راستی یک تعمیر بسیار با شوکت با $150 میلیون تعمیر گردیده. شما ببینید که از این تعمیر چی استفاده میشه. در اونجا یک چند نفر غیر مردمی که نماینده های مردم افغانستان هم شمرده نمیشن، این محل برای از اونا احداث گردیده و اگر شما شورای افغانستان درش باز کنین در این روزایی که کاری از اینا که نمایندگان غیر مردمی افغانستان گویا در اونجا جمع میشن، باز هم شما میبینین بیش از 50-60 نفر بیش حضور نمیرسانن، دیگه همه هم برمی دوزا دوزی و دفاتر و اینجا اونجا برای چورکان
برای بزنس و تجارت خود مشغله دارن و شورا خالی است. یک مرکزی، یک تعمیر نمایشی که در این مقطع زمانی حداقل از او استفاده صفر میشه. یک چند نفر غیر مردمی دوز و دغل به نام عنوان نمایندگان مردم افغانستان که گویا در این تالار باید جمع شوه و امور افغانستان یا قوانینی را که باید افغانستان به حساب تحت حاکمیت خود داشته باشه در اونجا باز هم میبینید کسی نیست. یک تعمیر نمایشی هست، این کمک هندوستان که بسیار اشتهار هم شده همطور بوده. کمک هندوستان $2 بیلیون فکر میکنم چند سال قبل تعهد شد و قرار مسموع از $2 بیلیون 800 میلیون دلار از دوره میگه یک چند تا تیاری با آریانا که او تیاره ها را هندوستان تا جایی که خبر شدیم به لیلام گذاشته بود، کس نمی خرید او را، تو تیاره های فرسوده و بیمعنا بود، او را بردن و میگن در امو فابریکای تیاره سازی خود هندوستان رنگ روغن کد و پالش کد و سب یک 800 میلیون دلار از دوره با امو چند تا هواپیمای اونا به حساب مجرایی دادن. دیگه پول هم گم شد که کجا است درکی از او معلوم نیست. و در افغانستان شما میدانید امروز سیگار مو هیئت بازرسی خاص امریکا در افغانستان به نام سیگار اونها یک راپور تهیه کرده که در لابلای اخبار هم بیرون شده و یکی از خبرهای داغ بوده که افغانستان راستی 100 چند بیلیون دلار کمک به پروژه های اقتصادی و مردم افغانستان در اونجا گم شده و افغانستان به یک بحران روان است. تا خرخره حکومت از فساد پر است و با امی حکومت نمیشه. یک راپور بسیار شدید ضد امی حکومت و امی جریان چند سالی که امریکا افغانستان اشغال داشته او راپور بیرون آمده. خود منابع امریکایی راپورها را میرسانه مگر به عواقب از او هیچ کسی تعقیب نمیداره. امی حکومت دوز و دغل و غیر مردمی تحمیلی بالای افغانستان حاکم هست و 115 یا بیشتر بیلیون دلار اینا میگن که همینطور آسان مستقیما به حساب وارده و صادره مفقود هست و هیچ جایش معلوم نیست که کجا مصرف شده. آیا کمک 1 بیلیون دلاری هندوستان که گویا ما مشکلات پولی داریم خود نداریم دوستان عزیز، آیا این 1 بیلیون دلاری که به پروژه های اقتصادی از طرف هندوستان سرازیر خواهد شد در حالی که 115 بیلیون دلار خود امریکا میگه که پولای ما در طول چند سال گم شده و معلوم نیست، کدام سند و دستاویز موجود نیست، دیگر 1 بیلیون دلار هندوستان چی منفعت و سودی را بار خواهد آورد؟ کمک دیگه هندوستان یک تعمیر در وزارت خارجه که نمیفتم از وقتی امان الله خان و همه تو کارش معطل بود او را آمدن به نام یک تعمیر به نام ستور یا ستوره او تعمیر درست کردن و یک چک چک کسای با این مودی میانه و باز بیانه میته و همکاری هندوستان با افغانستان تایید میداره و باز یک چند فحش و ناسزا پاکستان نصار میداره و که اونا عامل بدبختی هستن و این ما خوشبختی رو بار میاریم، تعمیرات داریم، یرفا صورت میگیره. بند سلما که هم موری بسیار مهم از اینا بود او افتتاح گردید توسط آقای اشرف غنی و بند سلما رو شما میدانید که یک بند تازه و احداث شده نیست، محصول همی 16 سال هم نیست، یعنی در وقت مرحوم داود خان احداث گردیده بود و بالاخره فروپاشی حکومت سردار داود و بعد از او جنگ های داخلی و خارجی این کار بند سلما به تعویق افتاده بود. بالاخره هندوستان یک چند پول و مدد آورد و به صورت نمایشی و افتتاح گردید. آلی وقتی میپرسین که خب این بند خو افتتاح شد، این بند باید آب بته و برق بته، برای از اینکه آبهای که مهار میشه برای برق و آب استفاده میشه که خاک زمین ها را آبیاری بداره، زمین های زراعتی را و لامازور را آبدار بسازه و از برق از او استفاده شد. وقتی راپور پوشیده شد اونا میگه بیادر نه جوی هست و نه نهری از اونجا درست شده و وصل شده به زمین ها، بنا نزابش استفاده نمیشه. خب بل برق چی شد؟ میگه ولا تالی نه خاده ها و پایه های برق احداث شده و نه سیمای برق موجود است. صرف حیثیت یک نمایش داشت که هندوستان گویا بند سلما را افتتاح داشته. اینمی چیزای چند خرد و ریزی یک نمیدانم در یک محل بیرق افغانستان به احتزاز در آوردن و یک چک چک آقای مودی آمده است. اینجا دوستان عزیز به این تحلیل میرسیم که در افغانستان ما مشکلات پولی نداریم که
یک کشوری یعنی با همه مشکلاتی که با یک شیطان بزرگ چون پاکستان در جوار ما داره و در امور ما دست داره، همون تو که از کردیم از دوران جهاد یا آوان جهاد تا طالب بود تا جریانات موجوده، یا همون یک بیلیون دلار معنی از این که شما برین از هندوستان باروت بیارین و بالای آتش جنگ شولور جنگ دیگه هم آتش شولور بدارین و رقابتی بسیار شدید در خصوصا در مسائل افغانستان پاکستان با هندوستان داره. با همی مسائل پاکستان دیگه هم احساساتشان رو تور میته، میخواید در افغانستان دیگه هم گدودی رو بوجود بیاره، جنگ ها شدید شوه. اگر در عقب جنگ های افغانستان پاکستان رول کلیدی و عمده رو داره، خب برای از اونها هم دستاویزی که خب اگر شما آقای مودی رو میرین و به حساب اما آغوش میشین و رفیق میشین و ما هم خیلی دیگه طالبا رو باز بشار دوست داریم و مرکز حقانی رو دیگه هم تشویق میداریم و شورای کمیته به حال خود باید باشه، دیگه از ما چی گله دارین؟ برای از اونا در حقیقت بحران آفرینان یک دستاویزی دیگه هم میرسونه به پاکستان که در امور افغانستان دیگه هم فعالانه دست داشته باشن و عمیقتر برن و بربادی زیاد باشه. خبر اینجا رسید دوستان عزیز که سازمان ملل متحد، هیئت سازمان ملل متحد هم از حکومت افغانستان راپوری را که برده یقینا سرتکانی داره که حکومت فاسد است، پولها گم میشه، بیامنیتی ها بیداد میداره در افغانستان و این حکومت در حال فروپاشی است و بدبختی ها عید حال مردم افغانستان میشه. بنان همه طور است در چی دوستان عزیز در یک فیض‌آباد مرکز بدخشان طالبان عملی در بعضی مناطق مرکز بدخشان فیض‌آباد هم تصرف کردن و جنگ به شدت دوام داره. ای که بند سلما تعمیر میشه، ای که یک تعمیر شورای ملی را هم فایر کردن و زدن و سب شما دیدین در امو وقت خاک ها بالای روی رئیس شورای افغانستان آقای ابراهیمی هم افتاد و که زلزله است و سب شما نترسین و زمین لرزه است و طالبا زمین شورا را به لرزه در آوردن و سب اینا را بسیار سخت و حراس آورده بودن، امور هم نشانه گرفتن، یک بدنی از او را هم طالبا با راکت زده و صحیبی تعمیرا اگر یک دفعه جنگ در بگیره باز دیگه در طول یک هفته چی میگه زمینگیر میشه و میره پس کار خود و صحیب. شما دیدیم که با جنگ نمیشناسه که کدام تعمیر بسیار محبوب است و خوب است و یا نیست، متاسفانه همه طور است. در اینجا دوستان عزیز مشکل عمده ما مشکل درونی منیجمنت و حکومتی است که ما یک حکومت فوق العاده فاسد داریم. اقدر پولی بیا از هندوستان از کشورهای دونر و کمک دهنده به افغانستان و از این و آن در افغانستان گم میشه، مفقود میشه، دوزادوزی فوق العاده هست. یکی از دوستای ما گفتن که یعنی 10,000 آدمی که بالای امور افغانستان بالای سرنوشت افغانستان حاکم گردیده 90% یا بیشتری پولا به جیبای زمینا میفت. یک دوست ما خو گفت که ما از افغانستان میبرامدم دمی یک روز قبل از دو روز قبل از عید در همونجا دیدم دمی هواپیما با امرای ما حمیدالله فاروقی صاحب و صاحب زهره جان یوسف و داوود جان سلطان زوی و چهره هایی را که شما میشناسین و یک چند تنی دیگی را نام بردن. صاحب همی هواپیما را همی پولدارا همی عراکین گذشته دولت و فعلی دولت اینا پر کرده بودن. باز وقتی پرسیدیم که اینا آقایان کجا میرن، بگی اینا صاحب بر رخصتی میرن ترکیه و بر رخصتی میرن دبی و که اید در دبی بگذرانه و صاحب در ترکیه بگذرانه و در آلمان و صاحب سفرهای همه تو علیشان چکر و سفر این مربوطی همی میشه. او کسایی که اولاد خود از دست داده، او کسانی که در این جنگ های سرسام‌آور سیاپوش شده، بسیاری ها میگه در این جایی که لباس بسیار روشن و سب ایدی بپوشن سیاپوش بوده نیم افغانستان، چون در نیم بدنی افغانستان خواهی نخواهی در یک خانه یک آدم کشته شده، در این جنگ ها خانه هایشان ویران گردیده و اینا برای میله و ساتیری خود به کشورهای دیگه میره و بعد از این که حالت تغییر کنه یک سه ماه بعد در امریکا حکومت یا ادمنستریشن جدید میه و عمر جنکیری و چند تا دیموکرات ها امو چهره ها
تبدیل میشه. شاید در افغانستان هم یک تغییری به وجود بیاد و این حکومت آقای جانکیری است. وقتی آقای جانکیری نبود خب باز یک حکومت دیگه لازم میشه. یعنی طور است جنگ شدت داره، پاکستان هم رقیب خود، هر باری که اینا با هندوستان نزدیک میشه درد و اندوه از او را ملت بدبخت افغانستان و کسانی که سنگ زیرین هستند، نه او کسایی که قرارداد امضا میکنه مثل اتمر پرچمی وطن فروش یا فرض کنیم امی حضرت صبغت الله مجددی یا نمیدانم امی کسانی که شما در وقت پیمان امنیتی قرارداد امنیتی دیدید. یا حامد کرزی وار یک چهره را من میبینم امروز بالای امریکا انتقاد داره که یا حکومت گدولا شرکت سهامی اشرف غنی و عبدالله انتقاد داره که اینا چرا امریکا را میگذاره که بالای طالبا حمله کنه، اونا را تشویق میداره که عملات بالای از اونا داشته باشه، در حالی که باید خود حکومت افغانستان دست آزاد داشته باشه. ای اما اتانمی بگویم یا آزادی افغانستان سلب میکنه استقلال افغانستان، در حالی که مشهود است خوی حامد کرزی یکی از دست نشاندگانی از اینا بود. از بن در همونجا یادم توسط لختر ابراهیمی و زلمه خلیلزاد و حکومت جورج دبلیو بوش یادم از رای جنوب شرقی غربی افغانستان به افغانستان فرستاده شد، در اونجا گذاشته شد و حمایه گردید. یکی از امو نوکران و چاکران گفته غلام بچه امریکا، یکیش امو بود، امو غلام بچه کلان که امروز پیر شده به یک حساب، در غلام بچگی امی حامد کرزی بود و هم هر امر و نهی امریکا را امی آدم میپذیرفت و امروز با بیشتر بیشرمی فضول صاحب شروع میکنه صاحب که چرا حکومت اشرف غنی و عبدالله را میپذیره، در حالی که خود ازی عامل اشغال امی آدم بوده، اولین پپیت و برده از اونا همی بوده، چطور میتونه که در چشم مردم خاک بزنه. برحال یک چند تیاری 150 تیاری ایرا چرخبال میگن و ما یک وقت هلیکوپتر میگفتیم سب از ما را تغییر داده ایرانی ساخته. تیارای هلیکوپتر 150 دانی از او به اردوی افغانستان اهدا شده. در طول چند سال تفقد امریکا بوده که در جنگای طالب و حکومت استفاده شده که طالب نه طالبی از بین رفته و نه مغلوب شده، روز به روز طالب افغانستان سراسری احتوا داشته و چهار تیاری از او به قوای شاهین است که نمیدونم چی است در بلخ، در ولایت بلخ پیاده گردید و یک چک چک و واو واو یک چند تا امید عسکر و افسر و سرباز وطن فروش سن اونا میبالن و مباهات دارن که ولاغ طالب ببانیم. این خبرهای داغ افغانستان بود دوستان عزیز، خدمت شما در امی 24 ساعت یا 48 ساعت اخیر با وقوع پیوسته. در امی فهوا شما میتونین که صحبت کنین سفر آقای اشرف غنی را، کمک هندوستان به افغانستان که آیا درد را مداوا میکنه یا دردها و گزک ها را بیشتر میسازه و او رقیب در کمین نشسته که پاکستان باشه و در دیوار. اونا از خدا میخواه که هندوستان یک قدم بانه، اینا صد قدم در تخریب افغانستان میتونن بانن. راه های مواصلاتی به دست از اوناست تا اقتصاد افغانستان در حقیقت منفذ ارتباطی ما توسط پاکستان تامین میشه، سیاست افغانستان توسط امونا رقم زده میشه با کمک قوای ائتلاف و این مشهود است. وقت امر همی است، ما باید خود اخفال نسازیم، بازی نتیم، باید کنه مسائل حداقل اگر مغز داریم حداقل میتونیم بسنجیم و چند سالی که در افغانستان سپری شده دست اغیار خصوصا پاکستان و هندوستان پالیسی از اینا را این دیگه بیشتر یک فصل سادی سیاست است برای یک افغان، جایی را نمیگذاره که ما یا کسی دیگه بیاید تشریح کنه. یا همه از این آفتابی است را باید بدانیم، بالای مسائل میتونیم صحبت کنیم. خب قبل از او آنچه مرز کردم شما میتونین تلفن کنین برای مسائل تبصره بدارین و در ضمن همی خبری را که عرض کردم چند نکته یا چند خبره او را کانال یک هم با تایید آنچه مرز کردم میخوایم برسانیم. فرزاد جان
کشورها به افغانستان تحمیل شده است. از سوی هم حکومت افغانستان میگوید که کمک 1 میلیارد دلاری جدید هند در بخش‌های زیربنایی انرژی، کشاورزی، آموزش و پرورش و ساخت بندهای کوچک و متوسط هزینه خواهد شد. آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده که فساد گسترده در افغانستان تلاش را برای بازسازی در این کشور تضعیف کرده و بی‌توجهی آمریکا در این زمینه سبب شده تا میلیاردها دلار برای بازسازی افغانستان هدر رود. سیگار از آمریکا خواسته مبارزه با فساد را در اولویت کاریش قرار دهد. همزمان ریاست جمهوری اما میگوید آنان در 2 سال گذشته دستاوردهای خوب داشتند و برنامه‌های جدی در زمینه مبارزه با فساد روی دست است. خب امی دو موضوع راستی بسیار مهم بود. یکی سفر آقای اشرف غنی را که بسیار مردم مباحات دارند، بسیار خرسند هستند که هندوستان در امور افغانستان، البته برای پروژه های افغانستان، برای اعمار افغانستان بسیار دلسوز هستند و بسیار کمکگر هستند، در حالی که در شرایط فعلی جهانی دوستان عزیز از 49 کشوری که افغانستان اشغال داشته به سرکردگی ایالات متحده و دیگه کشورهایی که در منطقه قرار دارند، پاکستان، هندوستان، ایران، هیچ یکی برای دردای افغانستان اشک نمی ریزانند. ای شیرین تر از مادر کسی باید نپذیرین که اونا بسیار دوست گوی افغانستان هستند و میخواه هندوستان در افغانستان سرمایه گذاری کنه که اگر افغان در خانه از او نان زیر سر سفره از او گذاشته شد و باز هندوستانی بسیار خوش خواهد شد، فکر نمی کنم. پاکستان هم برای آسایش مردم افغانستان و نعمات آزادی و اقتصاد توسعه یافته و اینا اندیشه نداره و اشک تمساح هم نمی ریزانه یک دشمن سرسه. ایران به میمنوال همه طور است. بنان ایره باید بدانیم که خب همی کمک ها با کدام اغراض صورت میگیره، علتی از او چی است. خود در سطح ما همیره میدانیم که با پاکستان که رقیبی از اون هست یک رقابتی داره، مگر شاید در معنا دیگه برزی که وقتی یک رویداد سیاسی را آدم میبینه در او اهداف با ابعاد متعدد البته صورت میگیره، با یک سنگ میگه چند فاختر بزن. همه طور است، هم مسئله رقابت با پاکستان است و هم مغراض دیگه اقتصادی خواهد داشت و یا همو گروپ های سیاسی را میخواهد در افغانستان نگه داره با این منواله هست. و راپورم میرسانه که معلنا سیگار که همو مرکز تحقیقاتی از اینا در مسائل افغانستان اونا خود از اونا اعلان میکنه که فساد خرخره حکومت گرفته، حکومت واک خود از دست میته، فساد به حد علایش رسیده. یه حرفا رو میشنوید. دو خبر بسیار سازنده بود در سرنوشت افغانستان و روز به روز مسئله گرم میشه، مسئله هندوستان هم گرم میشه. رفت آمد آقای مودی در طول چند سال و اینجا و اونجا به حیث تعمیر کننده و پاکستان به حیث یک کشور مخرب در امور افغانستان معرفی گردیده که طالب داره، انتحاری داره، آدم کشته میشه، او را در یک طرف بیلانس نشان میده و این طرف میبینه که هندوستان دیگه لشکر نداره، عسکر هندی در افغانستان یا کدام کس دیگه، مگر در معنا همین حکومت موجودی افغانستان هندوستان میخواه برقرار باشه، یک حکومتی که ضد منافع مردم افغانستان تأسیس گردیده. معنای از این چیه؟ اگر طالب آدم بکشه و یا حکومت افغانستان 10,000 آدم مرفوع باشه، دیگه ملت محروم باشه از همه منافع و بس جنگ سوق داده شد به چه غریب؟ ما در فیسبوک همین جدیدم که یک افسر نظامی دوستان عزیز افتاده و او گوله خورده یا راکت خورده سب گردن عزیز، مثل که شما یک گوسفند زب همی دارین و خون فواره میکنه و او آقایی که افسر نظامی و دوست همسنگری از اون هست و فریاد میکنه که الا فلانی چیز بیارین، امبولانس درک نداره، حتی یک چپرکت درک نداره، یا خود از اونا وسایل ندارن که نقل بتن، خون است که میای او صاحب و آدم چون گوسفند که زب همیشه خرخر میکنه او صاحب. اما تو یعنی هر کس باشه باید بگیری، اما خودم شما خدا شاید اسم گریستم شب مرا
امیر دراصل در وقت به این برابر شدم که موقع استراحت شبانی ما بود مرا خواب نبرد. عشق از چشم جاری شد. اینه ندانستم که این بدبخت کی بود و پسری کی بود، کدام زن بدبخت غم ای طفل خدا خواهد کشانید و کدام فامیل عزادار میشه. و اونجا وی آقایون میرن به ترکیه، در سواحل ترکیه میاسن در روزی اید که ساعتشان تیر باشه و باز در وقت دیگه بیان و در ملبو چکر بزنن و ساتیری و خوشگذرانی کنن، ساتیری کنن، باز برن وزیر شوان، قصد وزارت و مدیریت داشته باشن. امی حوادث بیشتر چیزا را در فکر آدم می گذرانه که بسیار آدم رنج میته. راستی اگر یک عقلی باشه، یک وجدانی باشه، بسیار رنج آور شده. بله سلام علیکم سر. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم خطاب سر. میربانی و که ستاشتا وایم میربانی و که سلام بیا تاش غک جک که کنه غلی نازلی خطاب سر اختر مبارکی در بارکی در بارکی در بارکی در بارکی در اول که حدوی باید افغانستان حکومت کنترول کی چه جاگه پیسه پا کم جایی لگه دلی دی چه دوی اول که پیسه ورکوی او بیا پیسه ورکوی خب پا دیر که ملامتی ها طولا پا امریکایان و پا غربیان ورلیگی دی افغانستان حکومت خود صحیح دا چه دوی دست دی اول که ورلیگی چه دا مثال مغ مرست از را وکر لکه دا مخی تاسی چه ذکر وکر چه دو سل میلیون ڈالر ورکڑی و پا دغای که دمرا ولگی ده پا تیارو دمرا ورکیش بی نو دوی چی دی غلطی ما دی پکر دی نظر دی افغانانو نو دا غلطی دی امریکایانو دی غربیان دی جرا دی ایرپاینو دا چی دوی دا ثبوت بانی ارسوی نو کچری دوی پا ثبوت بانی ورسوی نو دا غلا دا پیسا نو ورکیگی پا دی مرا که تاس سن از وردم ایرابانی تاسمی خو دو شایدی که تو غاری چی یو حیوان رام که بعد یو شای ورکی چی وی خوری عادتی که چی تا پخو تا اولویگی داغا مثال یا وقتی نپیگم دا دی نادر خان زایر خان دی فامیلی ویلیو دا کاکاگانوی دا حکومت تعمیر کم دا الازرت هم اموگوی پاچاک چی اغوی پو منز که نفاق را نیسی بیا دی اغوی اغا سرکرده چی و هاشم خانو دی اغوی پالیسی وی دیر خطرناک پالیسی وی دا ملت هم وی چی تاشی گوری دا چلویخ کالا چی الازرت زایر شا بیدینو تکو توکو بلوانو وی اغه او که حکومت او که یو علت هم دا او چه اغه یو پالیسی درلوده چه دا ملت وگهی او بی تعلیمی بیا دیر خی کنترولیگی نو اوس امریکا هم پیو بل نحوه پیو بل ترتیب چه دا خلقی دا سی عادت کردی چه دایم که مورمی وگهی پیسی ورتا وراندی کردی یا دوی یو آغی لری یو پالیسی لری carrot and stick پا دا خپلا روحیاتو که carrot and stick داده چه یو چا تا یو چوک غواری چه دیتا حکیمیت اومنی غیتا لکه حیوان تا لکه یو اسب یا خریتا چی تا غواری رامی کی تا باید گازر دی غوی خوخی که شیرین هم دا و زرم خورای چی گازر اسب تا وران دی که یا وحشی اسب تا یا خریتا که آغای او خورل خو آغا دا دریگی در تا اما گازر پخلو که ورکوا و پالانم پی که دا و زینم پی که دا و زغلوه یاری خواه تا هر سفر تا چیزی آغا دا تابیس و پا مغا خوراک باندی او که بیا آغا نو زیتی قرتکی ویلی و خیزونه و هلو لغتی ویلی بیا وی تاسو را باید یو دبای می چه دا آس بیا خر داسی کلک لکی ویی چه لا دبین بیا او در چی آغی سی اوز افغانستان که خود دا رقم حساب دا ورور دا carrot and stick پا حساب بنده دا خلکو تا دا پیسی ورکی پا ایس دا رشوت پا توگا دیل پار چی دو ایران کی اوز دا آغا حکومت بدنه چیو گوری اخوانای عمل تا دا پرچمای عمل تا دا دی ما دی شاوخوا دی کلی و کور دی کلیفورنیا نا دلتا خلق حال تا جی اینجا یک نفر است بنامه و مایون قیومی میگه آمده دا امی محافل نطق و خطابه میتن که امون نطق از زور ما باید پخش کنیم برای ما انشالله خاطر رسید او آدم آمده که امی کل پروژه اقتصادی دوران اشرف غنی را ما تأسیس کردیم و به ثمر رسیده که گویا ما عامل اقتصاد درخشان افغانستان هستم و یه آقا از اینجا رفته تا جایی که من خبر دارم 55 یا 60 هزار دلار یادم ماهانه حقوق داره گفتی ایرانی هم ماهاش داره گل روی دلار و حمایه امریکایی یادم کشانیده در اونجا در حالی که ولاغ امی از افغانستان خبر باشه یا در غم افغانستان امی آقا بوده باشه خود در اینجا آساییده در اینجا در یک مکتب معلم بود باز مدیر شده و کشتور شده حالی برای
روپوشی خود که کس بالای از انتقاد نکنه، میا یک چند نفر بیچاره پیرکیای سان فرانسیسکو رو جمع میکنه در محافل پیش روی خود میشنه، باز باید چک چک و آفرین که والا عجب کارا کده و بیچاره خود نمیتانه. اونا رو یک چراغ بسیار خوردم که نشان میتی، میگه کل دنیا روشن شد. ای افراد و اشخاص از اینجا میره به افغانستان با جمعی از اونا، یعنی پولا نصیبی از اینا میشه، دادی اقوی پو نصیب کیگی و اقوی آرام دا سیگار میگر دا خبری چی کی امریکا تا خوند ور کهی چی دوال ریختی هوایی او پلان پو حکومت ها چی چی امریکایان وایی چی دا راپور خو مگه تیر که حکومت افغانستانی پوتی او لیوی خواب دا نوایی چی بدبختانو خود دا هم دا حکومت دا غل تاسی را وستی دی پا قدرت هم گماره لی دی پیسی هم دی تاسی ورزی نفر دی تاسی دی غلط هم سوک نه مجازات کی گی اونو سوک چا تا چو وایی حکومت یک سره هم دا گونا دک دا لدوستم دک دا هم دا عبدالان دک دا هم دا سالنگیانو دک دا ورور هم دا گی حکومت کی بنامی دا الماس خان یا سرائی دا چهر چی چیز روسی کی اردوکی راباسی لیو جیال تی خخی حکومت کی هر چی چی دوی کار بند بی دوی حاکم دی دی امور و قانون مانون رور دی اغوی لپارا نده جور سره دی اغوی لپارا دا پیسی چیزی او دی مال نظره چی غواری سی دا حکومت نور هم پو پیسو عادت کی پو کرپشن و پو فساد عادت کی چی دوی تابعی چی لکه ما آخرت چی گازر ورانی کول او کدوی لگزر لکی او خوری دوی تا دوسیه لری مره یکی گفت میگه همی نورستانی که از اینجا یوسف نورستانی که رئیس کمیسیون آزاد انتخابات بود و یک بار میخواست با ما مصاحبه کنه و بعد از اون صرف نظر کرد، یادم میگه یک قدر جایداد و پول ماهانه و عواید یادم داره که باید در افغانستانی باشه و اگر رئیس کمیسیون انتخابات بود بود اگر نیه خو یک درون که این پولی از نسوزه و امون را بیاره در کالیفرنیا باز پس ذخیره کنه برگردانه امو پایه‌های اقتصادی آدم که دزدیده اونجا بند است او را باید بکشه و بیرون کنه. به این منوال در افغانستان امروز پالیسی carrot and stick دوام داره و امو carrot اینا را داده میره و اگر اینا سرپیچی کنه، فرضاً آقای نورستانی اگر سرپیچی کنه و باز سفارت امریکای خط برش روان میکنه که آقا جان اینا دوسیت فلانه جا اینی جای دادت هست در اونجا اینی پولا رو دوست دیدی اینه اینا هم اینی دوسیه رو ما داریم بازی رو میکشیم در جانت یکمه که احتیاط کوش که زبانی تا کردار تا ما همیشه میدانیم. باز دیگه او آدم چپ میشه، او خو سرخم هست گفته بازی ها دان پراو هست او چیز گفته نمیتون. یا فرزن همی عراکین دیگی که امروز در دستگاه حکومت موجود هستن هر یک یک دوسیه گک داره با او لحاظ امو کرت یا زردک به دهن از یاد آدم میره که آرام باشه و مجردی که اینا گفته امو چی امو خرق قرتک بزنه و لغت بزنه باز دوسیه را آستایی که برای از اینا میکشه که وشته بیگی بدر که باز ما دوسیه هم داریم دستاویز هم داریم باز زندان بگرام هم داری خودت پیش روی باز کی باز خواستت هم میکنه و امیر بخود آرام باشته کنجت بیاسای مزدوری ما رو این تا جایی که ما میدونم بسیار مقبول دیزاین هم کرده ایالات متحده امریکا که همین مردم سرخم خود ساخته دانپراو خود ساخته نوکر و مزدور و چاکر خود ساخته و غلام بچه های خود ساخته طوری که اینجا میشنویم و همه طور است وقت امر همه طور است. دیگه اونجا هیچ کسی نمانده که سر بلند کنه که نه دوسیه داشته باشه و یا به صداقت رفته باشه و بسیار میلیگیرا باشه و پول جیب خود صرف کرده باشه و از غم ملت مرده باشه و در یک خانه بسیار معقر و یک بیوه و یتیم آساییده باشه و پیران کونه و پینکدگی چون حضرت عمر در بدن از او باشه و طورا را شما نمیبینین در اونجا. بنان افغانستان همی پول های سرشار کرپت و فاسد ساخته. خبر بعدی چی داریم فرزاد جان؟ که کمی رنگارنگ شو داد امور لازم داریم که یعنی افغانه ما همی خبرهای گرم است که بشنوان کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که نتیجه بررسی های اونما با طرف های دخیل
شریک خواهد شد. جنبش روشنایی که تحقیقات حکومت افغانستان را نمیپذیرد است، تصمیم تازه یونما برای تحقیق مستقلانه در پیوند بر رویداد دوم اسد استقبال میکند. همینطور است دوستان عزیز، اینجا سازمان ملل متحد و خبری که از اونجا آنچه صرف باعث یک تاکید آنچه عرض میدارم، یعنی اخبار افغانستان با او وفق داره، تو از گرده خود ما نمیخوایم تبصره هایی داشته باشم که واقعیت افغانستان نشان نده. اینجا خبری دیگه هم بسیار جالب بود دوستان عزیز که زهیر پابلوف نماینده شوروی در منطقه و خصوصا نظارت بالای امور افغانستان، اونا گفتن که به مصاحبه که صورت گرفته اونا هم مسئله داعش بلند کردن که در افغانستان قوت های داعش تعدادشان بیشتر میشه و ما حراس داریم که افغانستان هم سرحد ماست که خطر متصوره برای ما مردم از افغانستان توسط داعش یا خطر موجود است و اگری بیشتر میشه ما هم آرام نمی نشینیم. تحلیلگرها را عقیده به این است که همونطور که در جنگای سوریه و در سوریه امریکا و روس شاخ با شاخ شدن و بربادی و مصیبتی از زور سوریایی ها می کشه، در افغانستان خدا نخواسته اگر طول ترازوی امریکایی ها یکمک کم شوه و اونا بیرون میشن و اینجا روسا هم دست به کار میشن که اینا قابلیت سرکوبی داعش نداره، ما هم باید دخیل شویم در قضایا برای از اینکه خود ما مطرح میشیم و در سرحد ما داعش نمو میداره و این هم یک زنگ خطر برای مسائل افغانستان افزودن بالای مسائل جنگی و نارامی های افغانستان صورت گرفته میتونه. یعنی این خبرهای بسیار داغ و گرم روزمره بود دوستان عزیز که عرض کردیم و یقینا افغانستان در یک حالت بسیار بد قرار داره، رنج و درد از او عاید حال مردم افغانستان میشه، سفرهای آقای اشرف غنی اینجا و اونجا تا حالی هیچ یکی از او تو یک نتیجه خاصی که بهبود در وضع مردم رونما بگرده او تو را نداره و خصوصا که امروز یا فردا دو سال حکومت یا شرکت سهامی آقای اشرف غنی و عبدالله هست و متفهیم نامی را که اینا دستخط کرده، یعنی دو قرارداد امضا شده، قرارداد امنیتی و قرارداد تفهیم نامی وحدت حکومت وحدت ملی بگویم، اونا دستخط کردن میان آقای اشرف غنی و آقای عبدالله یک تفاهم نامه صورت گرفته که مواد از او البته کمیسیون آزاد انتخابات باید تغییر کنه و اشخاص درست و صالح به وجود بیا، یوسف نورستانی استعفا کنه و امرخیل بود چی بود دور برطرف کردن و صاحب و در او بخش عمده از اونها همی که پست اجرایوی یک پست موقتی است و دو سال بعد باید لوی جرگه هزار شوه و در قانون اساسی یک تعدیل رخ بده و حکومت پارلمانی شوه و صدر اعظم باشه و همین آقای عبدالله خان صدر اعظم افغانستان قانونا گماشته شوند، این حرفا و تا جایی که مواد همین دو قرارداد، نه قرارداد امنیتی سیکیورتی اگریمنت میانه بایلارل سیکیورتی اگریمنت که البته ما ایر بایلارل نمیگم یونیلارل، یک جانبه بوده، یک قرارداد یک ابر قدرت با یک مزدور بوده و مزدورها هیچ حق نداره که در قرارداد یا دست بزنه یا بگویه که قرارداد نمیپذیریم، در اونجا تحمیل شد جبران بالای از اونا و او ولی فعلا از سرحدات افغانستان در درون افغانستان امنیت به هم خورده و قرارداد هیچ فایده نکرد جز یک سند تسلیمی و فروش افغانستان توسط یک چند نفر سکلر و مولا و آخوند و اینا مجموعاً امضا گردید و تفاهم‌نامه‌ای که میان اشرف غنی و عبدالله در شرکت سهامی امضا گردید و هم تا حالا درک نیست هیچ مواد از او تفاهم‌نامه
نه کمیسیونی آزاد انتخابات درست شد که به حساب صالح و مردمی و اشخاص وارد و مردمی در اونجا گماشته شوند و نه لوی جرگه احضار گردید. به هر حال اردو قرارداد پا به هوا رفته و سوگندی را که آقای اشرف غنی در اونجا در مراسم تحلیف داشتن و با قرآن دست ماندن که همین قرآن های میاره به شرمانان و به غضب خود گرفتار کنن، به کلام خداوند اینا دست گذاشتن و هیچ چیزی از او عمل نگردید. روز به روز وضعی افغانستان و خرابی ها گراییده و هر روز مردم اخفال میداره و بازی میتن، به یک حساب فریب میتن. جز یک حکومت مصلحتی تحمیلی ضد مردمی در افغانستان حکم فرما نیست. به هر حال دوستان عزیز، مسائل مطرح میشه، وقت اعلانات است و سراغ چند اعلان و باز دوباره برمیگردیم. کسانی که میخوان در رابطه تبصره و صحبت داشته باشه باز میتونین تلفن بزنین. لطفا با ما باشین، انشاءالله برمیگردیم. از موهایتان ناراضی هستید؟ موهایتان آسیب دیده، خشک و شکننده شده و یا حالت نمیگیرد؟ آیا چین و چروک صورت شما را پیرتر از آنچه هستید نشان میدهد و به دنبال راه حل طبیعی برای از بین بردن خطوط صورت هستید؟ آیا ناخن‌هایتان شکننده شده و استحکام و زیبایی گذشته را ندارد؟ راه حل اینجاست. آرگان اویل. آرگان اویل که از دانه درخت کمیاب و باستانی تهیه می شود، به خاطر فواید بسیاری که برای پوست، مو و ناخن دارد، به طلای مایع معروف است. آرگان اویل حاوی امگا 3، امگا 9 و ویتامین ای جوانی را به شما برمی گرداند. آرگان اویل را به موهای خود بمالید تا موهای خشک و آسیب دیده را کاملا ترمیم کند و موهایتان را صاف، سالم و درخشان سازد. با آرگان اویل بر روی چین و چروک صورت خود ماساژ دهید و ظرف مدت کوتاهی شاهد کاهش چشمگیر خطوط صورت خود باشید. با مصرف آرگان اویل روی ناخن، دارای ناخن‌های محکم و زیبا شوید. موهای صاف، شفاف و سالم، پوست شاداب و بدون چین و چروک، ناخن‌های محکم و زیبا با آرگان اویل، برآمده از دل طبیعت، معجزه خلقت برای مو، پوست و ناخن‌های زیبا و سلامت. تلفن سفارش 818 884 7018. زیری کندهار حبیب ستور چیز نوی پا اورین پساج کی پا دند شروع کرده. یو افغانی مارکیت دی چی تر یو چتر لاندی دا افغانی وچی میوی چی عبارت دی لکندهاری چندخانی کشمش او انزورو دا بدخشان زیره دا غزنی او هرات کشمش پکتیایی جلغوزه او نور دول دول دا شک ایفیت دا لدون که افغانی وچی میوه او اندی مساله یا توب چی استاسو در لاسرسی لپاره چمتو دی. همدارنگ در حبیب نوروزی او هرزو حبیب پنامه دیر خوندوری او در شخون او زایکه ورویجی دلت پا امده او پرچون دول لکندهار حبیب تورتخه در میرمن فرخونده حبیب پا مدیریت تر لاسه کولیسی. پهارا پولا چیا قربان کرم داخل کلیبا پتا سگران کرم. بهر میشتو افغانانو تا زیره. افغان بوکس 15 د تلویزیونی رسنیو په ډګر کې د مدرنه ټکنالوژي یو بې ساری ګام. د افغان آی پی ټی وی اداره ویاړي چې خپل نوی افغان بوکس 15 د داسې تخنیکی ځانګړتیاو او وړتیاو په لرلو سره بازار ته وړاندې کوي چې تر اوسه په نړیوال مارکیټ کې ساری نه لري.
دا افغان بوکس پینزه پا وسیله کوله شی نیوازی چه افغانی او نریوال تلویزیونی چینلونا پرتل ستلایت سخا پا جوانده وانا پا دیر لول کفیت سرننداره کلی. بلکه تیر شوی پروگرامونه هم تر دو و یا ساتونو پوری و روسته و گوره. دا دی ترسنگ افغان بوکس پینزه دا نور دی روداسی وردتیاو او زنگردتیاو لرون که ده چه تر اوسا ساره نلری. تاسو کولی شئ افغان بوکس پینزه دا یو کال گرانټۍ په لرلو سره د افغان آی پی ټی وی مرکز د نمایندګیو او همدارنګه د آنلاین شاپ څخه په ډېرې اسانۍ سره راسن او یا د پوسټ د لارې ترلاسه کړئ. فقط ممتاز نظریان باشه. سر دی سر خانم و عزت میمانم و برنج ممتاز بود باشه نوشه جانم برنج ممتاز به به غذای مای برنج ممتاز به به مثل فلای برنج ممتاز به به غذای مای برنج ممتاز به به مثل طلای برنج ممتاز نظری اون چه عزیزه به نزد جمله خانواده ها عزیزه برنج ممتاز به به شم رو نواله برنج ممتاز به به انیس مایه برنج ممتاز نظری آن چه عزیزه آشپز هم عزیزه آشپز هم عزیزه. بازار ممتاز نظریان، انواع خوراک کباب ایرانی و افغانی و انواع میوه‌جات خشک افغانی در شهر آمبور. آدرس: ونسپیکر شوسه 98، نمبر تلفن 04-29-88-49-33 و 0176-82-08-96-5. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قبل ساوتال شهر لندن است با سابقه 18 ساله از شما پذیرایی میکنه. بر علاوه محافل عروسی شما میتوانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید و انقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس: سالون عروسی کابل، ساوتال شهر لندن. نمبر تلفن 0285743018 و 0753525279. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. گلبهار فوندیشن، رهی نیک مردان آزادگیر، چو
چو استاده ای دست افتاده گیر. گلبهار فوندیشن، مؤسسه کمک برای مستعصفان. ګران دوستانو سلامونه او احترامونه بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. البته د اخبار ګرم او داغ افغانستان همو بود که عرض کردیم قبل از اعلانات که هر کدام قابل تبصره است، یعنی اگر واقعا دقیق مطالعه شوه وضعی افغانستان به می محور چرخ میخوره. حکومت فاسد، کمکای بیرونی، نمیدانم پیشرفت های طالبان، تقاضاهای منابع یا مجاری بین المللی از افغانستان که در حکومت اصلاحات به وجود بیاید و از طرف دیگه قانون مراعات نمیشه و یا خود کشورهای زیردخل در قضایا خصوصا ایالات متحده امریکا میای بالای آرای مردم خط بطلان میکشه خلاف دموکراسی و قانون انتخابات، فرزند دو نفر جبران رئیس جمهور می سازه. این چیزا همینطور دیده میشه جلوی چشم افغان ها، مگر باز هم ما چون یک اجتماع فراموشکار هم هستیم و هم زود فراموش میکنیم و او پیش منظر و پس منظر او مسائل هم چندان مطالعه نمی کنیم، همینطور مثل که یک نفر در تاریکی را بره بر جای سرش خورد و بر طرف کشانیده شد. با این منوال یک در روشنی عقل و منطق و تجارب گذشته پا نمیگذاریم و یا ای که کورکورانه مربوط یک حزب یک سمت یک گروپ سیاسی بوده ایم و همو دمو خود چسپاندیم و قهرمان هم هست و شهید هم هست هر بلای که هست همو هست و دیگه هیچ چیز نمیپذیریم. اما مغز ما گفته فرمایش قرآنی که دلهای بعضی ها را میگه قفل انداختیم، خداوند دلهای ظالم میگه هر قدر برای از اونا بگویی نه چشم از کار میکنه، اونا کر و کور و اینا هستن در تاریکی را میرن. در قضایه افغانستان هم همونطور متاسفانه همونطور بوده که ما میبینیم بیشتر گرایش های سیاسی همو چی میگه محتوای بحث و منطق سیاسی ما را تشکیل میده. بنان بالای امی و یک چند کلیپی ما دارم میخوایم که بله. سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب محترم. و علیکم سلام. سلام خود به شما و به بینندگان پیام افغان تقدیم میکنم. خطاب صاحب، امی کسی که ایمان نداره، امی کمبودی ایمان خود به می هرس و توسط فساد، رشوت، غصب زمین، وطن فروشی، خطاب صاحب امی آمیانه بگیم دیگه، امی ناموس فروشی و دلالی و دویسی و دلگی ای کمبودی را اینا بخواهی که پر کنن که هیچگاه ای کمبودی ایمانی پر نمیشه. خطاب صاحب، امی پلان اصلی امریکایی استک که خودشان امی افغانای ما را خودشان سرغوندی خیر بشینن، افغانای ما را توسط خودشان اما ارزان قیمت اینا را قتل عام کنه. حال ما و شما دیمی چار دهه دیگه یعنی مردم ما را قتل عام شدن، حال چطور کنیم که یک قیام ملی را شروع کنیم؟ در کابل هم که من رفتم چند سال پیش امی مردم امی شیر پودری و روغن نباتی را خوردن که من که بیغیرت شده مردم کابل. حال چطور کنیم امی قیام ملی سرتاسری را شروع کنیم؟ یک یعنی یگانه رایش به قیده ما امی قیام ملی
نیستک که غلام بچه ها و کنیزا که تعدادشان زیاد نیستک مثل مثل شاگردای حرامزادای بیروت یعنی مینا که از بین برده شوه دیگه این نظام خود به خود از بین میره دیگه این را چطور کنیم که قیام ملی را شروع کنیم و اول خب یادر شیر پودری و روغن نباتی اگه ما حق برای بیغیرتی باشه خب خشما برین برای مردم افغانستان روغن زردان بیارین شیر تازه گوان بتین اونو واسه میشه همه چیز و اگر روغن نباتی و شیر پودری مشکل بار نمیاره دیگه باز مردم به افغانستان بخیزه و خیزش کنه و بلند شوند یعنی میره ما هم تشویش دارم که چرا مردم نمیخیزه و گفتار همه قدر روشنگری به همی حد خود ما بیادر تا جایی که هر درود یاد داشتم چوف کردم و صاحب گفتم و عیسی یک فردی بسیار عادی افغانستان چی در فکر ما خطور میکرد شما هم فرمودین و دوستای دیگه هم تحلیل کردن و افغانای ما هم در سراسری می تشویش داره حتی ما یکی از دوستا گفتم که امی امریکا چی میخوای از افغانستان این پالیسی امریکا چی از فردای امریکا در افغانستان خصوصا که قوای اطلاف امینا کشنیدن در افغانستان اونا هم فرمودن ولی هم بسیار لایق آدم در تحلیل و تفسیر ولی بعدر ما هم از امی اشخاص دانشمندی که به تماس هستم یکی به امی سوال جواب نداره قدر او را غامز و مغلق ساخته چیزایی را میبینیم که هیچ به اون پالیسی امریکا باید نخواننه سفر اشرف غنی به هندوستان و پاکستان آزرده بسازه و دوست نزدیک از ایناست باید همتون نشود در امی فرمولای دیپلماسی و سیاسی ایران که دشمن از اینا قرار است باشه و حکومت آخوندی و یا گلتی از او که امریکا افغانستان هم اشغال کرده که ایران در زیر نگین و ترسود از اونا باشه خب آقای حامد کرزی میره به هندوستان به ایران سفر میکرد با آخوندها می نشستن پول هم برشان در خریطه میگذاشت نخت که بازی رو در مصرف کنین خرش دسترخان آقای حامد کرزی برای آقای داودزی میداد میبرد تفقد داشتن مشورت داشتن آقای احمدی نژاد به کابل سفر کرد و همه تو سفرهای احمدی نژاد به یک ساحه تحت تسلط امریکا که عراق است اونجا رفتن این چیزها رو وقتی میبینین یک رقم گدبات ساخته که در یک خریطه بسیار چیزها رو انداخته که هر یکی داخل میشه گم میشه در اونجا و آفرینشان که هر هدفی را داره و در لابلای همه تو یک سیاست او را پنهان ساخته ما هم نمیدانم که خیزش ها و اینا را کلش سرکوب کرده کی خیزش میکنه در جای جنگ است و کس خیزش از دست طالب هم کرده نمیتونه از دست حکومت افغانستان هم همو فاکتور خیزش ها به کلی غایب است و راه ها را به کلی مسدود ساخته در یک حصار در یک قفصی که ملت اسیر است و حکومت در ظاهر آزاد است در ملل متحد شناخت داره امریکا و ناتو اونا را میشناسه و اشرف غنی هم باعث رئیس جمهوری افغانستان در هر مجامع میره و قالینای سرخ خوار و صاحب سلامی و پتکای و صاحب پاچه های کشیده یا عبدالله خان با عطر و پودر و صاحب که میگه او یک بخچی پودر و عطر و میکیاج داره صاحب که و باز یک بکس دیگه صاحب از یک 200 تا دریشی پر است که او را نفرایی که به امرای از بایا اشرف غنی عبدالله می نشینه باز یکی میاد چوکی را کش میکنه و باز پس میمانه که اینی خدمتگار ماست و او آدم ماش میخوره از یکی چوکی را پس پیش میکنه چیزایی را میبینین که یعنی یقین انگی کسایی که حکومت اسلامی اعلان کرده و از حکومت وحدت ملی به خدا آدم لرزه میگیره بله سلام علیکم سلام السلام قاضی صاحب څنګه سلام علیکم نن په غوړم کې ګستاخی او نو من نشم د ساده برنامه څخه جدا خبر وکم مهرباني سړی دا مومن صاحب پر لاین باندې دی دته د زوایم نور د ایز بسلادی په اړه کې ګرد دنیا خو د نور خطا کړی دی د سکاویان جمعیت نظر د درا تک واخه تا کړی دی هغه واقعي نو مجاهد دی او شخصیت دی او علي جناب دی مومن د نور د خپل سره احتیاط کوه دغه واره خبرې کې په انټرنیټ کې 400 وه په کتاب صاحب پر تلویزیون چې راځي خطاب صاحب ته هم پر موږ په دغه باندې نیوکه کوه کیسې خبرې کولې واوه چې
گستاخی کوله مر پر مخ برته دا خبر را وها د ایز اسلامي هغه کومه جدا سره دي چې نه درې ګنه سره وګتله نه د بشو یو تو تر بشو کړی دي او به امانه دار تنظیم دي ګته نو ورس خو خطا کړی دي او د خلک لا ذکر نه بالا د مومن خبرې مزد دغه پاکه نه منو د وکا کابل دا ورېدو نه دي میگه چات که نو چات چرت چات وای خطاب تا دام و موزه می داده تا پا آورد سنگ نو تو شاید وقتم نیچ پر آرو بانی ستای نوای تفسیرا وشی آج سی داود دا خبر می زورت نبریده چو رست می فکر پرشی چو که دا غنی اشب غنی تا چو گورو دای دیر مستغنی دیر بازیانات دیر اصولی سر دی دا دا خبر دا تایید وار نده چه دا اویل و دا اویل لک دالار دا کنر دا والی سخی پیسی اخیسی دی گیا بزرین بودلی که دا کری دا گنجایش د په شخصیت کې نه لري غنیا مزه یو غنی سړی دی دغه د ماشونه دي ضرورت نه لري په پوهنتون کې هغه مفت کار وکړي په دغه باره کې سر وړه واچې په هغه وخت ستا فکر ونه سو که متوجه نه سو یا که دې کړی وای دا خلکو نیوکه کوله چې هغه خونجن وطندار دی دې طرفداري کې نه نه ستا هغې یوه یګانه د برنامه ده چې واقعیتونه وایي او ګستاخي چې څوک کوي که زه یم که هر یو دی زموږ په مخې بېرته را وه دا د منلو وړ نه دي دا اول که دا لاره اشرف غني ولاخېستلی رشوت دا بل والي هغې دنیا غدغه د خپل کریډیټ نه خرابوي حاجي سید داود خو ډېر ښه یو تحلیلګر دی یو ښه ژورنالیست دی چې دا خبره څنګه وسوله دا لکه د دغه فاروق ورداک چې ما په خپل حساب تللې غني دونې واخېستلې عبدالله دونې واخېستلې راتمر دونې واخېستلې د ډیورنډ په مسله کې داسې به ټول خبرې به ته لازه خبرې دې نه کوي یا سړی وروسته شرک پټ کړه ما شوک هر څه شرک پټ شوی وه په غني په شخصیت کې دغه شی نه لري عبدالله او دا سقویان کولی شي دا شی وکړي نو دې وخت نن نه سم ډېره مهرباني خو اول خو مومن صاحب یا تاسو یا زه یا هر یو خلوص خلاصیږي مسؤلیت یې د هغه ده دا تلویزیون نه ده بل راغلو مومن خو حکمتیار ته کوم توهین هم دلته نه ده کړی کوم شی نه دي ویلي کوم بده خبرې هم نه ده ورته کړی پوچ و فاش هم نه دي ویلي د اسلامي حکمتیار اوس مطرح ده سرنوشت د افغانستان غواړي تعیین کړي نو غون پټه خوله کینی چې بله حکمتیار ډېر ښه سړی ده یی دی ښه سړی ده چې ریګن سره یې لیدلي نه دي لیدلي هغه بله مسله ده مګر اوس خو یو بل فصل ده یو بل تاریخ ده هر یو په هر بخش د تاریخ د وطن کې ځان ته بل رول لوبولی شي هغه د جنګ وخت و هغه وخت د نمایندهد مجاهدین و امریکا ته راغی ما هم واورېده زه دلته ومه چې دا نورو هغه و که د غوښتل ورشي ربانیم ورغی حضرت صاحب غونډ ورغلې ګله ګله د هغه ریګن سره یې ولیدل مګر د ویلې چې نه ورځمه دا هغه د زموږ دښمنان دي مګر اوس راغلو چې دا د ده څه چې دي او نه دي غونډ همدغه د ریګن نه وروسته دا اوس اوباما هم د ریګن نماینده کیدای شي د هغه امریکا جمهور رئیس ته همدغه خلکو هغه ته هم رای ورکړی ده ته هم ورکړی امریکا هم هغه امریکا ده اوس هم هغه امریکا ده هغه وخت هم البته په یو بل دوران کې پالیسی هم دا وه اوس افغانستان لا اشغال کړی همدغه وخت خو افغانستان نه و اشغال کړی مجاهدینو سره خو په کومک او تعاون کې وو حزب اسلامي دغه وزیران او مدیران یې څومره ډېر دي همدا اوس همدغه اشغال سره حکومت سره همکاره دي یا اشرف غني سره ته یو تړاو کوي خو د امریکا نماینده سره دې تړاو کړی دی دا تبصره کې یو سړی کوي دا خو سرنوشت د افغانستان د واورور زمرم حکمتیارم لی تمری غنم روز خاورو لاندې کیږو هیڅ وخت د چا لیاز مه کوئ کله چې په یو سیاست غږیږي تفسیر کوئ تحلیل کوئ زه فکر نه کوم حکمتیارم ووایي چې تا ولې په ما باندې ده او راغلو چې یو پوچه خبر وکړي حکمتیار ته یو فاش ووایي بیا هغه درست نه ده نه یوازې چې حکمتیار ته باید ونه وایي دا نورو ته هم ونه وایي مګر که تحلیل کوي تفسیر کوي هغه خو یې تا حق ده د هغه حق ده د ما حق ده دا باید وکړي راغلو اشرف غني ته چې اولکه ډالر اوله خو حاجي صاحب دا فکر نه کوم حاجي صاحب سید داود هغه هر شی چې وایي ډېر په دلیل یې وایي هغه هم نه مامور دي حکومت نه چا ته کوم هغه لري تقاضا لري زه چې پېژنم د همغه لپاره په ما ډېر ګران ده او زه هم اسانه ارتباط ورسره لرم همدغه هم که حکومت سره همکاري وکړي بیا ده سره هم زه قطع رابطه بیا نور زه ورسره دومره دا صمیمیت چې اوس لرم بیا هغه وخت شاید ونه لرم هغه هم د ملت له خاطر هغه په زغرده غږېږي هر څه یې کویلي په ثبوت پهیې ویلي مګر ما وانه اورېده چې اشرف غني تللی ده والي د کونړ نه یې اولکه ډالر اخیستي دي هغه به ویلي چې دا حکومت کې خلکو اخیستي دي والیان رښتیا هم دا اوس په رشوت مقرریږي هغه تر څو چې خپلې پیسې راټولې نه کړي هغه هغې کېږي نه مرفوع کېږي نه هغه خو تم پېږي غونډ پېږي او تم انتقاد لري یو شی درته ووایم که اشرف غني ډېر پاک و سوتره یي
او پیسې ناخلی و مدیف ده هغه ده و معلم ده و چه هغه ده مگر دیده ده سلطې لاندې هر کار چې کېږي هغه هغه د حضرت عمر رضی الله عنه داستان چې هغه د یوې ښځې کېږدۍ ته راغی او په د مکې معظمې په شاوخوا کې اړولي و صاحب اولادو یې چیغې ویلې او دیګه یې ورته ښوراوه راغی چې د شپې ګزمه یې کوله ویلې ده چې اطفال ویده سو د ښځې باندې ورننوت چې وخت خورې ده ډوډۍ دې ولې راونویسته د اطفالو د چیغې ویلې و د خدای لعنت دی په همدې خلیفه یې هر څوک چې د محیط خلیفه ده ورسه یې دیګ سر واسکه بیا ته قضاوت وکړه زه دلته وږی یم چې نه لرم د حیوانان مې وغولول چې ډوډۍ پیږي حضرت عمر رضی الله عنه راغی تر یوه هفته یې ډوډۍ هم نه خوړله او صاحب زړلې او چیغې ویلې چې د دې مسؤلیت خو زه لرم چې دغه بربادي په دې راغلی او د یو حکومت د یو زعامت مسؤلیت دا نه ده چې خپله ضعیم لاړ شي او لکه ډالر په لاس کې واخلي او بیا جب کې واچي او خو حامد کرزي هم نه دي پټي کړي چېرته پټي کړي ورسه حامد کرزی وایي چې دا اوله یې چیغې ویلې چې 15,000 یورو لرم او تر آخره چې ووتم همغه موجودي او بله ورځ عبدالله هم وویلې چې زه من 7,000 دلار دارم برین ببینین د مې کل زندګي و این معاش ماست نو خبره په دې کې نه ده چې مستقیما یو څوک داسې د یو سړي د زعامت لاندې غلا کېږي فسادي مرګ و میر کېږي سړی مړ کېږي هغه د حضرت عمر رضی الله عنه حساب ده هغه که غواړی چې په اسلام یې سنجوي په سړی چې حکومت نه شي چلولی غونډ مري لولږ یې فساد یې بدبختي یې غلاګانې یې په یو مصلحت باندې حکومت له یو چا سره ومنه یو څو نفره لوچکان راوله څنګ کې دې کېنوله که دوستوم اولا که خوی کشکی اخیستی وی نوش جان به یوزوان چه نوش جان دسته دی کاکازو مگر دوم را دقه حکومت دی خلکو لجبون پیسی پتی کری مسئولیتی هم دایی لدی کن و تو زیمی تی مسئولی تی مسئولیت اخلی پا قرآن دیم لاسونی ای کی یوش افغانی نده دا نور تم ویم چون دیتا تی وی چی دیر پاک نفسه ده او پاک نفسه سرایی چی غنده دنیا دی داری لندی خوری و چکی و غلا کهی و ویکیشنو تزی و چکری وی و ساتیری کهی او دای گماری دا خلق چا گماری لیدی؟ خوامده گماری لیدی؟ دا اتمر دی چا نماینده دا مشاور دا ایده دا؟ دا قیومی لیدی جی چطلالای دا 15,000 دالار پتی یارمی هست رازی چکری وی دا چا بولای خودو بولای؟ دا دستگاه خودو اگه کری دا مسئولیت اخیسته و تو لگزاری چی تحلیل که چورت ویلی تا دقیم مسائل تا بدیم چورت ویلی و قاضی سه زه ولا غاړې خلاصومه خدای ته مې دا چې زما د اکا زوی د ما پلار د ما ورور د ما هېڅ ماته بیا وروره په قضاوت کې وره باندې ګران ده چې وی ګورم خاندو ټوکیم کوو هر چا سره هغه په کلي یو بل مسله بخش د ارتباطي دي موږ وایي راغلو چې قضاوت کې په هغو باندې له حکمتیاره نیولې تر اشرف غني تر بلبل بیا لږ زره دننه ورننوزه چې څه خبرې دي داسې صاحب چټلیانې دي په دوی کې صاحب بل السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه یې وروره ساتي مهرباني یا الله رحم د خطاب صاحب دا جیسه صاحب دا اوس یو په دې پکورو اولین سره یو سمو د مخ دی مل مو قاضي صاحب اوس ډیر خوښ شو چې جیسه صاحب داود باید راشي په میاس کې ورځ مونږ ته تحلیل کې او دوه سره زوم چې مونږ لا بای کوته ویره نو جیسه صاحب داود خو دې دې خی سره دا ډې به طرف غږیږي دا دې کې به شک او به شبهه خبره د سخت زیات شخص ماته د سخت زیات احترام او تزرم او ډیر په دې کې محبت بلارم او تره را را وایي صاحب داود بچی دې دغه په کابل کې اوسېږي په خوای ګوره اراده ورسپاره د چي شو دی چلوله سړی سیاسي تحلیل لري له ځانه خو نه وایي پوسټ نو دا شی به کې لیدلی نو هغه د سیوی لري چې کونړ والی خو دې په کمپاین کې خو نه په 100 روپۍ ورکړې چې ماته کمپاین وچلوه او دې مثال ما به دا چوکۍ را کې جلال آباد ولی سلیم خان کندوزی کو د دومره پیسې د ورګړي پر شته او رالو سي برابغت دا ګلبدین د ګلبدین ملایکه د ورور کله وه ته په مکه مزمه کې قران دې مشه مجه قسم کو نو شریف دی وری کله په کله یې جنگ بنه کوي دا بنه کوي به تر اوسه سن خې شروع نه کړی نو دې په کله لاس پاره مورو مبارک وخت او هم د چې دا خو یا دا چې مستقیم غلا کوي یا دا چې کمپین د انتخاباتو کې ورسره کومک کړی پیسې لګولې دي او هغه هم غلا ده نو یو هغه د څه ورته وایي نپټیزم ورته وایي په انګلیسي کې خېشخوري او واسطه او دا بلې السلام علیکم سر الو بلې السلام علیکم سلام علیکم خطاب وعلیکم السلام خوبی ها آقای خطاب یا به امر خیر بله امروز اعلام شد که سیاپوس اوباما
سی میلیارد دلار از پول دزدیده ملت ایران داد به اسرائیلیا. اگر نصفی پولایی که از ملت ایران دزدیده بود و افغانستانی که خراب کرده نابودش کرده میداد، وضع افغانی ها درست میشد. و این جنایتکارا پول دزدیده ملت ایران رفتن دادن اسرائیل. خیلی ممنون. اعتراض قربان شم که هر چیز از خود یک دلیل و تحلیل و اینا داره، علت و معلول چند بار صحبت کردیم. خب پول ما فکر میکنم که درد یک ملت دوا نمیکنه. در خود اقتصاد هم اگر زمین از سرمایه است، یک تیوری کلاسیکا بود، آدم سمیت نام داشته چطور که در معاغاز میگه اگر زمین و گندم یعنی که سرمایه سو باشه رو کشت کنین و باز حاصل میبردارین. باز اساسا دو تخصص و صاحب یعنی تجربه و دیگه علاوه میشه اقلام دیگه مواد تولیدی به علاوه میگرده. حالی که دنیا به صورت به پیش رفته دیگه اقلام است و دیگه یعنی در یک تولید یک متا همطور چی است. دیگه در افغانستان هم این پولایی را که اگر از اسرائیل بگیره به افغانستان بته و از یک کشور دیگه اونجا بیاره، این پولا را دادن و نتیجه نداده. اصلا اینا یک تهدید بسیار بد حکومتی را، رولینگ گورنمنت یعنی حکومتی که اجتماع را قانون به او تطبیق کنه و حاکمیت کنه و حکم روایی کنه، اونمو سورس یا امو منبع بسیار یک کثیف یک منبع شده. دیگه در اونجا اگر پول ایران هم بیارین و از کشور دیگر هم بیارین به افغانستان، خو همونجا دوزای حرفه‌ای موجود است. بسیار جالب بود یک باری برای ما یکی از دوستا گفت که در آغاز جهاد او جهاد آل فرق میکنه با این جهاد. گفتم چرا؟ میگه در اونجا یک مجاهد هیچ نمیفهمید که تفنگ چطور فایر کنه یا راکت سرشانه بگیره. باز آل میگه هر فرد افغانستان راکت هم میدانه چطور فایر کنه، هم سوقه داره کنه و هم باز کنه، هم پس بسته کنه. و حتی بسیاری مردم پیدا شدن که امی ماینای سر سرک خودشان با دست خود که چطور باروت بیاندازه و کدام مقدار مواد منفلقه را داخل بسازه، از یک بوتل فرضاً کوکاکولا یک بم برای درست میکنن در درون افغانستان برای تخریب افغان خود. اینقدر یعنی مردم ماهر شده. دیگه بنان دو بخش هم ماهر شدن، در بخش دوزادوزی هم ماهر شدن. یعنی شما اگر یک دوزی که برای از او یک صد هزار دلار شما پیشکش کنین که ایره به دوز، او چون ماهر نیست، مهارت نداره، چالها و یه دوزدی رو نمیدانه، او شاید حیران بانه که ایره چطور برداره، باز او پول در کجا بگذاره. آلی هم میدانن که از کدام طریق بدوزن، از کدام طریقی پول دوباره برگردانن، بانک های دارن، مراکزی دارن، اخیش و قومی دارن که به اسمای از اونا پول ها انتقال میشه. اینقدر شبکه با تجربه شده، تخصصی شده در افغانستان. این بخش دوزادوزی بسیار تخصصی شده. حتی مطالعه که اینا کردن در این بخش کشت مواد مخدر در افغانستان، در آغاز کشت خاشخاش بود، بالای زمین منداختن و بسیار به حراس که او را درو کنن و بفروشن. حالا میگه علاوه از اینکه از کشت از اونا حراس ندارن، یک مواد را اینا برای امو کسایی که کشت مواد مخدره را ناتو و قوای اشغال اداره و میداره و ماموریت داره، میگه اونا بسیار مواد را آوردن که کشت مواد مخدر نه تنها که زیاد شوه، دو فصل درو کنن و هر فصل از او دو چند معاغاز کشت مواد مخدر حاصل برسانه. یعنی امو بخش تولید مواد مخدره را هم تخصصی ساختن، هم تولید بیشتر بته و هم راه های قاچاق و یکی از بیرون کجا بره و کی برداره و به کجا برسانه و باز از اونجا کی به کجا برسانه، یه هم راه ها روز به روز زیاد باز شده. دیگه به اول حاض حکومت افغانستان یک حکومت متخصص دوزی، متخصص فساد، دروغگویی و بربادی شده و این روز به روز گیشه دوانده میره. بله، سلام علیکم. خیلی سلام و سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله.
شما تاریخ اروپا را بهتر میدانین که نسل سفید از سالهای متمادی با هم می جنگیدن، خون می رفتاندن و چنان دی جنگ های اخیره که تقریبا 45 میلیون کشته بجا گذاشت، 70 سال یا کم و بیش زیاد نمکزر از جنگ اسلر، تا زمانی که در این جهالت قرق بودن نتیجه شرمی بود. و ما بالاخره اونا به هوش آمدن که ما باید یک جا شویم و جنگ ها رو در اروپا ختم کنیم و بالاخره این جنگ ها رو به طرف افریقا و آسیا و سرفا ببریم که تا این فابریکای اصلی ما به اصطلاح استاپ نشه. و سیاست جدید بعد از 11 سپتامبر اینا پیاده کردن که خود دولت ها رو مجبور بسازن که بگن یا به طرف مسی، چونچه که بوش گفت کسی که دشمن ماست ما بشناسم و کسی که به طرف منی رو دشمن ماست، یعنی دولت ها را مجبور ساخت که باید اونا خودشان تصمیم بگیرن که بالای ملت های خود به اصلاب بیندازن و قتل و قتال شروع کنن، که چنانچه با وجودی که بسیار دولت ضعیف بود اما کرزه این موضوع را قبول نکرد، هرچی تلاش کرد برش نه هند تیاره داد و نه روسیه تیاره داد و نه امریکا تیاره داد. اما حال برای آقای اشرف غنی تیاره میتن و کمک میکنن، فکر میکنم که حال به مو هدف میرسن که بالاخره توسطی به اصطلاح انسان ها در او طرف خط یا ای طرف از بین برن. اما منظورم از این گپ ایست که ما چه وقت از این جهالت بیرون میشیم که خود ما در بین خود استعمال میشیم. و ای آقای مومن که صحبت میکنه ای هم از کاسرس های ظاهر است، 40 سال بگو شما چی کردین؟ شما را از این مملکت کی بیرون کرد؟ خب ملت بیرون کرد. حالا پاسپورت امریکایی در جیبت هست و تو باید نه اورا نه اورا مومن در حالا به این راجبه این که شما باید بیدار باشین که پشت پرده کسی جدید است که شما ایرانی ها باید در قبال این موضوع است که مملکت شما را مثل سوریه می سازه. شما باید بیدار باشین، شما را در این جنگ اخته کده بلیاز خدا و بلیاز قرآن فکر کنین. شما در جهالت غرق هستین، صبح مملکتتان مثل سوریه وانه می شود و یک ایرانی در سرش می شانه در مملکتتان. شما کی را میگین؟ مرا میگین یا پدر نکی مرا میگین؟ شما را میگم برای ازی که شما از امون کار سای زاده هستی. گپ گوش بیه، 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 خواهبا جان دیوانه ها دستیم چی اما اگران ریکارد که میشکست اگه سیش بازم خطک خطک در اونجا بند میمانی. شما ایتو هستین، تو خیکی هستی، چی کار هستی؟ نان میخوری، تنفس میکنی، قضای حاجت هم میکنی، خوام هستی، چای سبز هم میخوری، از لهجهت هم معلوم است افغان هم هستی، هویتت هم نامعلوم، کردارت هم نامعلوم. شما 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 هم یکی از بدبختی انسان ها همی است که دگار عامل بدبختی های خود میداند، در حالی که خود هم آدم بدبخت می باشه. شما 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 برای که مشکل افغانستان شما شما گیرایی است، هر یکی و دیگر نشانه می گیره، مثل که همیل خودت کسلی سی زایر شاستی و که دیگستی. ما مشکل روانی داریم، مشکل فکری داریم. اون کسی که در درون افغانستان زیر راکت و بام و بی 52 دیگه و دیگه خمیر شد او این مشکل داره که آقا در لندن یا در آلمان در جای امی کاسالیسک آلمان است یا کاسالیسک امریکا است یا کاسالیسک یک نفر دیگه است و میشینه میگه خیالی گپ بزن و گپم گوش نتی. مومن کاسالیسک پادشاه است، ما کاسالیسک پادشاه هستم، کیو کاسالیسک فلانی سوی نیست. یک تکه مغز ما از عداوت، بدبینی، نفاق که همیالی از روز سوم عید ما بیرون شدیم که بعد مغز ما یک کمک کرد، اقل بر یک چند روز آسوده می بود از امی آتش دشمنی ها. و ای آقا یه فار بیان می دار، خدا اول تو را جور کنه که خداوند همی آدم اصلاح بساز، خداوند همی آدم مغزش یک کمک که به عطوفت، به مهربانی،
به عشق و عاطفه انسانی برابر بساز. خداوند امیر اول خود ازیر در خدمت مردم افغانستان قرار بدی که شما بازی که ما چی کده میتانم یا از اقل نمیادم یک کاری را کنه که ما افتخار کنم که این شماها را بد میگن که خود از این چی کار است هیچ معلوم نیست. یک آدم گمنامه، یک پرازیت واره یک انسان. به هر حال برمیگردیم دوستان عزیز بعد از پخش اعلانات. دیگر با شانه خمیده راه نروید. دیگر از کمردرد و قوز کردن رنج نبرید. راه حل در دستان ماست. شانه و کمر خود را به همراه 12 مگنت از درد نجات دهید. با قیمت فقط 60 دلار. آیا از زشت بودن، چاق بودن و یا درد بازوهای خود رنج میبرید؟ با کمک تسمه بازو خود را از این عذاب نجات دهید. تسمه از بین برنده چربی و شیپ دهنده بازو 40 دلار. صبر کنید. اگر در این زمان با شماره تلفن 818-917-1588 تماس بگیرید، تسمه اصلاح کننده پشت و شانه را به همراه تسمه از بین برنده چربی و شیپ دهنده بازو را لازم نیست 100 دلار بخرید. شما فقط 49 دلار بپردازید. و این پکیج سلامتی را نصف قیمت در منزل خود تحویل بگیرید. این قیمت 49 دلار فقط برای پکیج کامل می باشد. دو آیتم سلامتی در یک پکیج استثنایی. چای الکریم با عطر بهاری و طعم لذت بخش به روزتان لحظه های سرشار از شادی و ارمغان می آورد. برنج های الکریم، عمران القصر الکریم، فیصل و احمدیار بهترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر دلاویز از صادرات کشورهای هندوستان و پاکستان. برنج های دلخواه خانواده های شرقی. این برنج ها را می توانید به طور عمده و پرچون از این نشانی ها به دست بیاورید. شرکت تجارتی الکریم در شهر هامبورگ، نمایندگی های شرکت کابت اکسپرس در منطقه ساوتال شهر لندن انگلستان، نمایندگی های این شرکت در شهر مالموی سویدن با مدیریت آقای ابو عمر و سایر خوراک فروشی های افغانی، ایرانی و عربی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی. برای به دست آوردن معلومات بیشتر لطفاً با شماره های زیل در تماس شوید. Love is behind all the greatest stories of our lives. And the greatest love of all is Allah's. The first 10 days of Dhul-Hijjah are the days most loved by Allah. So give qurbani in about 30 countries worldwide. Or right here in the U.S. Give Qurbani. Give love with Islamic Relief USA. Working together for a better world. شرکت مواد غذایی بابوری، بهترین برنج های بسمتی زرد و سفید کاملی را به طور عمده و پرچون در رسط شما قرار می دهد. همچنان از این فروشگاه انواع مواد غذایی افغانی، ایرانی و اندی را با کیفیت اعلی به دست دارید. آدرس: بیل اشتراسه شماره 98، شهر هامبورگ.
موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها و چوکی های مدرن تاخوری را با قیمت های ارزان تقدیم می دارد. همچنان بهترین مبل ایتالیایی اتاق خواب بزرگ سالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشید های ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهند و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت های کاملا اقتصادی تهیه دارید. آدرس: موبل پلازا، همبرگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن، شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قلب ساوت هال شهر لندن است، با سابقه 18 ساله از شما پذیرایی میکنند. بر علاوه محافل عروسی، شما میتوانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید. و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس: سالون عروسی کابل، ساوت هال شهر لندن. نمبر تلفن: 0-85-74-30-18 و 0-75-35-25-27-96. گران دوستانو بیا هم سلامونه و احترامونه دغه بخش کې اوس کلیپونه ماته دوستانو را لګیلیو. جالب دی واقعي کې افغانستان بیان میداره، میخوایم کلیپای جالبی که خصوصا علی از فیسبوک و از یوتیوب اینا میشه برداشته شوه و او میشه یک بحث بالای امو کلیپ یک دقیقه یا دو دقیقه یا سه دقیقه که ارسال میشه و بیانگر واقعیت های افغانستان است، بالای از او تبصره صورت بگیره و یک سوژه بگویم، یک موضوع را برای آدم در پیش میگذاره که بالای از او چون اما مسائل افغانستان سرنوشت ساز است برای وطن، یعنی قدر آباد وسیع داره و حد آلوده شده وضع که هر کدام از او یک فاکتور یا عامل بدبختی وطن ما بوده. از جمله که شورای افغانستان است، شورای افغانستان که البته نمیدونم دوری از یا 4 سال است یا 5 سال بعد از او دیگه اونا اوتومات نمایندگان مردم افغانستان نیستن و معاش هم که میگیرن نماینده مردم وطن نیستن، چون همین حکومت موجوده که نمایندگی از برای مردم نمیداره، حکومت تحمیلی بیرونی است. شورای افغانستان هم همون دور خود خورد و تمام شد، چون پیشاوند از او یا فرزند یکی از شرط و شرایط همی بود که کمیسیون اصلاح شده باشه تا تحت نظر کمیسیون اصلاح شده یک انتخابات صورت بگیره که انتخابات شورا و اس و
ولسوالی ها و نمایندگان شوراهای ولایتی ولسوالی ها صورت بگیره و بالاخره برای ریاست جمهوری آینده افغانستان اونا آماده باشن که آرای مردم بشمارن. دیگه به اول لحاظ یک کمیسیونی موجود نبود، دیگه سر به خود بیادر شورای افغانستان هم گفت دیگه چون انتخابات صورت نمیگیره برای یک موقع نامعلوم شورای افغانستان همین شورا است و نماینده مردم هستند. این که مردم بیچاره خبر دارن در امون نهایت در امون آغاز در نطفه همین مردم توسط همین وکلا توسط مردم انتخاب نشده بودن تا جایی که خبر داریم، مگر امو وکلایی که نام نهاد بودن و دروغین، امو دروغین دیگه باز هم دروغین شدن، دیگه دور خدا خوردن. حال ماش بودیجی را که میبردارن این بودیجه یعنی به حساب در حقیقت باید برای از اینا پول تادیان نشوه و به روزی که ماش از اینا قطع شوه یا دیگه امو نمایندگی مردم افغانستان و اینا را هم، مگر ای که طوری که میگن همین نمایندگان گویا مردم افغانستان که قانون میسازن یا قوی مقننی افغانستان تشکیل میده، اینا دوستان عزیز عواید سرشار بیرونی بیشتر داره، به مون $1,000 و یک سیکیوریتی گارد و خرچ دوسترخان مسترخان میگه اینا اکتفا نمی کنن، اینا میرن در تو شاین وارد در دفاتر دولتی در سیکیوریتی گارد دارن، شری مردم در خیابان حالا تو کوب میکنن، سب همین سیکیورتی گارد و محافظینی از اینا تفنگ سرشانه که وکیل ناچله که هیچ کس انتخاب نکده سب و نام تحت عنوان وکیل یا شورا سب او از خود محافظ داره که کس نکشه و قتل نرسانه و آدم باز در معذر عام یک پلیس یک سای منصب زیر مشتلقت میگیره سب یا در داخل معاینه‌خانه یک دکتر سب داخل شده یک خانم نایفم که وکیل کجا بود و صاحب یک طبیب علت تو کوب کرده که چرا مرا زود موقع نمیتی و صاحب جاسوسی میکنی و که چطور میکنی صاحب بهانه ها برای از اونا، یعنی اینا قدرت و تجارت و صاحب راه های مجراهای بیرونی دارن که به مو $1,000 و چند دلار معاش محدود یک وکیل اونا اکتفا تا نمیکنن، از این نام شورا استفاده می بر حال همینجا یک چند وکیل بالایشان حمله شده، یکی از او آقای نظیر احمدزای هستند که اونا هم میشناسه میشنه دست بیچاره و هم آلوده است، دمی پول زدن و دوزی کدن در امریکا هم آمد دمی قراردادهای طرف طرف میدوید و یکی از فنافلای آقای اشرف غنی هستند اونا رو تایید میدارند در مسائل، اونا آمدن بعضی مسائل شخصی از اونا پیش ما معلوم است بسیار جفا کرد او را من نمیخوایم بیان بدارم در این موقع، و یکی از او یک آدم یک لغت کلید تو چی داره قنداری است به نام آقا لالای است چی بلست است و هم در شورا وکیل هستن و هم بسیار به تمتراک کپ میزنه، یار دوی از او دو کلیپ داریم فرزاد جان با شما بالای همین مسئله صحبت از اونا هم میشه بیان بداریم. من دو تاسول دقا و نینا دی لندغرو او دی خارجی اتباو یو میله جوړه کړې وه چې په دې کې د کابل ښاریان له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ وو چې آخري نتیجه یې دا وه دغه لنډغر دغه خارجي اتبا راغله په شپخانو باندې ډزې وکړلې، آخري نتیجه یې د موږ دفاترو کورونو ته راورسېدله چې تقریبا نیم ساعت ډزې کېدلې، همدغه امنیتي سکتور یو وخت تر مخه ما ټول په جریان کې واچول چې دوی دغه رقم برنامې لري بیا د کابل ښاریان له مشکلاتو سره مواجه کوي، خو امنیتي سکتور په دې کې ناکام و، تر آخر سلګۍ پورې موږ نه ګارنیزون ولیده نه هم پولیس ولیدل، نیم ساعت هلته پیرکان روانو د دارلمان په سرک باندې. د خارجي اتباعو مطلب د ما دا ده هغه خلک چې دوی پوسټرې لګولي چې زه افغان نه یم، زه اول تاسو د ملت د استازو باندې غږ کوم چې د دوی مملکت معلوم سي چې دوی له کوم ځای نه راغلي وو، امنیتي سکتور باید د دوی پاسپورټ ویزه وګوري، دلته صرف افغان زندگی کولی سي نه خارجي اتباع، چې هغه راځي هغه به په ویزه او پاسپورټ باندې راځي. په دې کې موږ په رئیس جمهور باندې غږ وکړو، په امنیتي سکتور باندې غږ کوو چې اصلي مسؤولین د دې قضیه معلوم کړي، موږ له لنډغرو سره کار نه لرو، موږ یې بادارانو سره لرو، بادار باندې زه دغه مایک نه غږ کوم، تا
که ځان ته افغان وایې نر وایې سیاستمدار وایې راسه میدان ته راوځه ما سره ډغره ووایه نه په کوڅو کې ماشومان او زنانه ډزوه د دې تر څنګ موږ د قانون څخه همیشه ملاتړ کړی ده قانون ته مې احترام درلودلی ده پر دې بنیاد باندې موږ کولی سو د دنه هر څه صلاحیتونه ما سره زیات دي که بدماشي سي بدماشي دې موږ له نیکونو له تاریخ نه دوی زده کړي تر څو پورې به موږ دوی ته چوپ خوله پاتې یو جناب رئیس صاحب کلا د موږ ملي سرود پورې ریشخند وهنه ده په څنګ کې دغه رقم ډرامې جوړونه ده کله د افغانستان ملي ګټو په خلاف باندې همیشه دغه رقم ته دا نور افغان ولس ته دې برداشت نه دي زما هیله له تاسو نه ده چې تاسو یو کمیسیون ته صلاحیت ورکوئ دغه موضوع دې وڅېړي ما یو هفته وخت ورکړی که په یو هفته کې دولت ما ته جواب رانه کړه د دې جواب موږ په خپله ورکولی سو بیا به داسې مسله راسي موږ د دوی غوندې ټوکې نه کوو موږ یې اخیر حد ته رسولي یو نور د افغانستان د ټولو مشترکو کور ده دلته هر سړی د زندګۍ حق لري نو ما هیله توقع دا ده چې اول تاسو ولسي جرګه حیات اداري د ما د لالي صاحب د دغه د پیرکان والاو مسؤولین معلوم کوي که تاسو معلوم نه کړه زه په ټول ملت غږ کوم چې له اختر پنځه مینه وروسته به زه بیا دوی ته بدماشي ښیم چې بدماشي شی ته وایي هغه تاریخ دې موږ دوی سره معلوم ده نو هیله کوم چې ټول اقوام باید یو بل ته احترام ولري او په هغه په څنګ کې موږ انتخابات غواړو نور د چا لنډغري او زور دا خبرې نه دي زه ډاکټر صاحب عبدالله ته وایم نور دې ګوټ څنډنه دې بنده کړ نور دې ګوټ څنډنه نه درسره وایم دا ګوټه که دې بله پلا وڅنډه دا ګوټه دې رماتوم دا وطن ستا د پلار نه دی دا وطن د دې د میلیونو شهیدانو په وینو موږ ساتلی دي اوس هم زه قرباني ورکوم پرون روزګار سقوط کوئ یا هغه ورځ هلمند سقوط کوئ زابل سقوط کوي دا په چای کې زه ولاړ یم دوستان عزیزی حرفا لازم به این بود که از خود دفاع میکنن این کسایی که نماینده مردم افغانستان هم نیستن که قبلا عرض کردیم و علاوه بران وقتی بالای از اینا یک تنگ میان عمله صورت میگیره یک مشکل می از خود باز در شورا بسیار خوب دفاع کرده میتونه مگر اینکه مردم افغانستان چقدر زجر و ستم میبینن ما خو یک روز ندیدیم که وکلا برای اندوه و درد عموم من محلی که قرار است اینا را رای داده و نماینده از اونا خود تراشیدن برای آلام از اونا بیاین و فریاد بزنن و صاحب در پهلوی از اونا قرار بگیرن حتی بسیاری از یا از ترس در محلات رفتن نمیتونن میگه اینا را میکوشن و تیرباران میکنن و یا آقای نظیر احمدزی برای دفاع از خود در شورا و یا آقا لالای یک چرک و چتل یک آدمی که نظافت لباس خود مراعات کردن نتانه یک سر و روی خود نشوی یک مسلمان خود اما سیمای از اونا هم نظافت میگه جز ایمان است او که کرد پا کرد لکلی و دیران چی چرا جی کردی این دسی دا ایرو کر غختی دسی و یو سورتای غندی و شاید نپیگم از دا عبدالله گوتی با دیماتی کو دا آقی کو به حال تا اینمی آدم رفته بود نزد دوستم در میمانخانی از او ای چکر میزد زیر پای دوستم افتاده بود دقا زینه بیادبی ما پسپیان وی جای دید چی نورو تو و غابی سه خپل چکتن تب سه غابی بیا سبا که عبدالله هم دوتا یو یو توتا و روا چوله بیا به دیغه پا میمان خانه که ناشدی اقا لالای خومگم پیزنو خدای دی غرک که برک ست خود ایس دای دی پختنو پا زبا مغگی هیچ چیز پا دوگوی که یو 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 تنور و یو یو روخانی ایسی دوی پا دا مغزو که نست جز چتیات دقا اقا ویل دا نظیر ننیولی تر دی پوری خدای دی دوی غنو رکی یگان بار از بسی که اینا رو مردم بد میبینن همی حکومت یا زد و نقیز از اینا رو میگم طالب بیا که از شر از اینا ما رو خلاص کنه تأثیر و تعلم از همی هست که از درون همی دستگاه وقتی یکی در بخش و رسد و تقسیمات کم میایه باز یک دفعه غالمغال و رسوایی را زده و اونا میاندازه که چون کاری از اینا لنگ شده داره غیر از او اگر این ملت خونی از اینا چون آسیاب آبی آسیاب جاری شده هیچ کس پروای کسی نداره بله سلام علیکم سر
بله واو را دا خبری او که اوست آقا سی چکم دا دومره دیب دا فیسبوک بس خود چطور خپلا مغزه نلاری دیو چا بلچا مغزه ما تا پو تلویزیون که آره یک کلپی بیشتر جالب ما داریم از دگروال صاحب انور خان با امرای مصاحبه صورت گرفته امی حقایق که درونی افغانستان امی احزاب تشریح کرده و کلپ بیشتر بیانات داره و یادم بیشتر با جرات صحبت کرده فکر میکنم محمود اگروال صاحبی هست که از آلایند هست یا ناروی یکان بار در تلویزیون تلفن میکنن اونا را با امرایشان کسی صحبت کرده یک چار پنج دقیقه هست بیشتر بیان خوب داره مکتب اول اگر میگم طالب خوب اگه جنگ نباشد جنگ آرام شود مکتب هم کس غرض نمیگیره مدرسه هم کس غرض نمیگیره عمل انتحاری هم صورت نمیگیره از نطفه باید جنگ خونسا شود این مزدوری بس است و برای شما یک کمی چلوت میته که شما چی شوین طالب هم در جان علیه شما مست کرده سن الا تو معلول داره و قربان چون وقتی در یک منطقه جنگ بود و راکت فایر شد و طالب هم فایر میکنه و هم مکتب ویران میشه خب مکتب هم ویران میشه مدرسه هم ویران میشه خانه هم ویران میشه آسیاب هم و نمیدانم تعمیرات دولتی هم ویران میشه امی حکومت یک حکومت ویران است ای افغانستان در ظاهر درست است همین تو که آقای عبدالله میکیاج میکنه خدا ای وطن هم میکیاج کردن صاحب و سرک کابل تا قندار صاحب گلمالا شد امی تعمیراتی را که میبینید کلش خون مردم دوزا دوزی ای تعمیرات سرقت است صاحب شما برین که یادم این پول از کجا کرده و درست است که در اونجا یک تعمیر درست شده مگر یه از آدم بپرسه که او بیاد رو گلیم این پول از کجا کردی خود افغانستان خود یک محل جنگ بوده در اینجا نه تجارت بوده نه کدام فابریکی بوده نه پول خودت معلوم است نه تو یک تاجر کاک هستی و تا او روزه در اروپا و در نمیدانم در یک کشورهای دیگه خود مهاجر ساخته بودی فقر و بدبختی عاید حالت بود در شب در میان داری طول یک سال و دو سال خودت بیلیونر میشی پول خود بازخواست و وارده و صادره داشته باشه با اونمو خوش هستن صاحب که یک نفر یک بیلیون دلار دزدیده و یک ده میلیون از زور صاحب سرمایه گذاری که یک تعمیر است که واو یک چک چک افغانستان پیش رفت و او تعمیر ها همه که یادم گفته این کلپی را که ویران میشه مکاتب این میان ویران میکنه بله این مکاتب هم ویران تعمیر ها هم سبا ویران میکنه در کابل چیال بود رو خود طالب هم ویران نکده امی حکمتیار امی حزب اسلامی و ربانی امی شورای نزار قهرمان مسعود قهرمان گلمجم قهرمان نمیدانم مزاری قهرمان خلیلی قهرمان محقق یعنی می قهرمان ها کلگی سب دست یکی کدن سب کابل یکی در آوانگ انداختن و خاک دود ساختن طالب خو یک مکتب شما کل افغانستان رو ویران کرد بلاسر ویرانی شما بود که از زمین زیر توده های خاک شما طالب سر بلند میکن برین صفحه بزنین تاریخی تان این کلپ بسیار جالب است فرزاد جان میایه محقق است محقق کسی است که این جاسوس ایران است به تمام معنا ثابت شده است و محقق کسی است که این رهبر حزب وحدت به نام حزب وحشت در کابل یاد میشد وحدت نیست سینه های زنها را بریدن به فرق مردم مخ زدن رقص مرده را اجرا کردن زایمان جبری زنها را دیدن بینی مردم را بریدن به دهان مردم شاش کردن در کانتینر انداختن یک قسمت کشتارگاه دارند به نام بانک رهنی و تعمیراتی در سینمای پامیر هست و بود و تاکاویایش برای مردم ثابت است یا نفرای کی بود؟ نفرای محقق بود، نفرای اکبری بود، نفرای یعنی خلیلی که حال معاون کرزه است یا جنایتکارای حرفوی استن اینا با وطن وفادار نیستن اگر سرمد دوستا قار نشن اگر ما به تاریخ مراجعه کنم بروی تاریخ گب بزنم همینا همی ائتلاف که ای جماعت اینا اصلا سابقه افغانی ندارن اینا مهاجرین هستن که در زمان جنگ چنگیز در حمله مغلها اینا مهاجر شدن آمدن در افغانستان فعلا متوطن هستن میگه بیرونی آمد درونی را کشید هدف از یاب این وحدت برای وحدت افغانستان نیست برای تجزیه افغانستان است اینا میخوان افغانستان را تجزیه کنن
محقق صدها جنایت دیگر کرده. از ما براتون یکی یکیش اگر میگوین چند نقطه ای که نام گرفتم اگر قناعت میکنین خوب، اگر خواسته باشین باز هم کتابا در این موردون کتابش موجود است نوشته است، این بخوانن این جنایات از یار از روی کتاب، این نگوین که والله یادم از شکم خود این چیز را میگه، این ای کتاب است. از صفحه چند زیره ما سفرم برایشان نشان میتونم که اون سفر اینا اگر لطف کنن بخوانن بدون تعصب و بدون تبعیض. این کتاب از صفحه 466 امی کتابه تا صفحه 480 زیره که نوشته است هنوز هم گلها می سوزد و این نوشته به نام محمد ابراهیم نعیمی است. این را بخوانن ببینن ما هنوز از هر چمن سمنی، یعنی از هر جنایت جا یک دو سه مثال براتون دادم. بعد از او باز اینا میفهمند که اینا چقدر جنایتکار بودن و واقعیت ها تا کدام اندازه است. این یک بخش. بخش دیگیش میرسیم ما و شما به مسئله ضیاء مسعود. ضیاء مسعود برادر همشای مسعود است که ایره در مصاحبه پیشتر هم گفتیم در این ای کتابی که به نام سیایه در پنشیر است، این ای کتاب است. خب وقتی که اینا کلگی جاسوس ها و وطن فروش ها هستن چطور یا میتونن در آینده بر افغانستان خدمت کنن؟ از این ضیاء مسعود گذشته به یونس قانونی میرسیم. یونس قانونی زمانی که مجاهدین به اصطلاح از یا مجاهد اصلی کسی که زیر خاک شده، اینا دزدا هستن، دزد بازم میگم دزد بروی اسناد میگم، شورای نظار ساختن، اصلا شورای نظار نبود، شورای دزدا بود، مردم کابل رو شورای دزدا میگن. یونس قانونی رئیس کمیسیون امنیتی کابل بود، کابل رو همی چور کرد، پنشیریایش کماز نمبر یک چور کرد، نمبر دو، سه، چار، بوتیاهو، ملی بس، همگی اینا چور کردن. چیزی که میگم ما اینطور تماما مردم شما ببینین با واقعیت است. باز هر جایی که نبود عبدالله میتونه با ما تماس بگیره بگه دروغ میگی، قانونی، دوستم، محقق، هر کسی که است. ما حاضر هستم به صفت یک فرد افغان و به حیث یک کسی که ما شاهد این صحنه و جنایاتشان بودیم، تاریخ زنده ما با اونا بشینیم، حتی در محکمه هاگ برن یا سر ما عرض کنن یا ملت سر ازیا عرض کنن که ما برم ازیا از حقوق ملت دفاع کنم، یا جنایتکارای مجرمای جنگی هستن. یونس قانونی امیر کابل را به اساس راکت هایی که از سمت شمال میزد، شما برین در کابل ببینین قسمت دارالامان که جنوب کابل است و چهل ستون و اموتور گذرگاه و اینا ویران شد، از او سو راکت های گلبدین بود، از این سو از طرف مکریان دوستم میزد، از طرف چی اوشار و از اینجا سیاف و حزب وحشت یا حزب وحدت، از کارته سه و از طرف چی میگن او را ماتو قلا میزدن، کابل ویران کردن، مردم کابل تکه تکه ساختن. اینا همو جنایتکارهایی هستن که ائتلاف برای نفع خود کرده بودن. علومی، خود علومی بود عضو دموکراتیک خلق افغانستان، یک جنرال بود، با او بعض مردم احترام داشتن. بدبختانه که در یه آخر علومی دیده می شود که با بین از یک جاست که حیثیت علومی از همون لحظه به پیش مردم صفر شد. چنانچه من پار سال در افغانستان بودم، برای یکی از این معاون علومی به نام جنرال لال محمد از فراست با یک گروپ دیگه صاحب منصبا در وزارت دفاع شیشته بودیم. ای لال محمد یاد کرد که ما ائتلاف کردیم با همراه کی؟ با همراه عبدالله. ما گفتم واه واه عجب، با خوب کسی ائتلاف کردیم که سابقه عبدالله رو خودش هم تایید کرد که بله، و ایگه پاش که در می مسئله چی است؟ موضوع انترنت و ایگه پای افشاگری ها و ای چیزهایش هم کلش هست. خب امروز او علومی با اینا ائتلاف کرده، بروی چی هدف است؟ بروی چی مقصد است؟ برای ملت، برای ازیا نیست. خب یک کلیپی از جگروال صاحب انور خان که به گمان اغلب همو انور خانی هستند که بیگان بار تلفن میزنن، طولانی صحبت میدارن، مگر در اینجا خب واقعیت ها رو فرمودن. یک بخش از واقعیت های تلخ افغانستان که راستی بسیار دردناک بوده و آغاز بدبختی و خانه جنگی ها همی بوده و هر یکی را بیطرفانه و وفاقی بیان داشتن. و شاید اینا را اگر بپرسین در رابطه با احزاب و تحریکات دیگه زبان گوشایی کنه که 5 دقیقه صحبت کنه، باز هم با اسناد و با دلایل در رابطه با اونا هم صحبت بدارم. وقتی شما یک چیز یک تحلیل میشنوین
او رو وزن کنین که آیا جانبداران است، آفاقی است یا بنابر ملحوظات شخصی به پیش میره یا دان پراو است یادم یا علایق شخصی اقتصادی داره در او کشور به او بناهای آدم صحبت میداره یا اغماز میداره. مگر این آدم بیشتر آفاقی صحبت کرد؟ ایره یکی نی دوتا نی هزارها کتابی رو تایید میداره. بله سلام علیکم برادر محترم خطاب سید اسلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمد. عید گذشته شما مبارک. همچنان عید شما خیر باشید. تبریک بتم. خیر افرخ نمیکنه بفرمایید میربانی. امی یک موضوع نیاله در فکر من خطور کرد که اگر فرض میکنم طالب نمی بود یا چی میکردن. حالا خود امی ترس از طالب است که مردم طرفدار طالب نشه، باز هم یک چیز میکنه و امریکا هم یک چیز پیسه میتو و یک چند تا سرک و دگر و دگر جور کردن. یعنی اگر طالب نمی بود بازی ها رو میدیده که نکنم مطبوعات آزاد میدید. حالا میگه مردم از کری نمیبرن یا مثلا مطبوعات تا از قسم که معلوم میشه نسبتا آزاد است، مردم میای آزاد در بعض کسا نظر خودم میتره. این از خاطر ماندن که در این طرف طالب هست اگر سر مردم سختگیری کنم مثل دوران کمونستای خبیص واره کنه مردم میره او طرف میره بسیار دیگر بخی دیگر آزاد میشه رسوایی میشه. و یک موضوع دیگر که شما متوجه شدین امی چند وقت پیش لطف کردیم گفتیم که اگر آمد شما مسئول یک آدم خوب می بود چرا در اطراف از یک انسان اهل صالحی نیست، کلش دوز، کلش احمق، کلش وطن فروش، کلش یا نفر سیاهی یا بله بلای کرد. یا مثلا گلودین اگر یک آدم خوب باشه چرا یک از این ملاهایی که طرفدارش است یک ملای اهل صالح طرفدار از این است؟ اما ملایش هم یک شور باز دروغگوی از یک طرف حدیث و آیت میگه که قتل بسیار گناه داره و مچم کل دنیا را آدم به اصطلاح از سیغ میکشه وقتی که یک انسان بیگناه را از سیغ بکشه. از یک طرف طرفداری گلبودین هم میکنه فقط که هیچ گلبودین بیگناه را نکشته باشه و در قتل هزارها نفر شریک نبوده باشه. این دیگه اون نهایت بی‌شرمی و احماقت از جهان نشان میده که چقدر تشنه قدرت هستن که به هر وسیله شو قرآن هم مالی دست خود جور کردن و دین هم مالی دست خود جور کردن و که به قدرت برسن و پول دستشان بیایه و یا مثل همون موش که در سر کلچه پنیر میشینه و یا بشینن و باز کل اگه دیگه سرشان چک چک کنه اون امور خوش دارن دیگه. نه خدا بر از یام مهم است و نه روز آخرت بر از یام مهم است و نه ترس از خدا دارن و نه عقیده بر روز آخرت دارن. اگه یا عقیده بر روز آخرت داشته باشن باور کنی. و همی خود اشرف غنی هم از محول یک نوکر انسان بوده، این کدام انسان صادق نیست؟ اگه یک انسان صادق میبود یک ذره احساس بر ملت میداشت، یا ایست که در دو سال ایزاره تحق میشد میمورد و یا ایست که همی کلایش را گرفتن میرفت میگه برادر اید دیگه نمیشه مدار چی که کردم چور نامدم برای وطن خدمت کردن نمیتونم. همی بیتر است که من از اینجا برم که یا ببینن که خود از یا مردم در فرق فرق خود از یا بزنه که آخر بلاخر همی سیستم از بین بره، یک سیستم سالم، یک حکومت سالم روی کار شود. باز همی کمک هایی را که میرن در جای چی میکنه یک باند جنایتکار هایی بزستن یا همین کمک را که از اندرسان میگیرن یا از امریکا میگیرن این را برای ملت نمیگیرن، این را که برای ملت خود مصرف کنن که وضع از او بهتر شود. این را میرن و به ازار بدبختی و به ازار چالاکی به دست میارن. این پیسه را که باز در بین خود تقسیمش کنن امو بانک های خود را وزمین تر بسازن و چی کرده بودن. و همی افراد گلبودین که 90% از یا 95% از یا روز در حکومت شهید هستن، کدام از یا صدای خود کشیدن بزد اشغال در نقدر سالا؟ کدام از یا کدام خدمت کردن برای اداره از این مملکت که یک اداره سالم در اینجا به وجود بیاید که بازنال این خود روبای تموسی رهبرشان گلبودین باز بیاید داخل از کشور شوه و او باز در رأسشان قرار بگیره و باز یا بیاین در این مملکت خدمت کنن؟ عرف از یا خدمت نیست. حالا این خود گلبودین در اون وقتش امرای دوستم جور آمد از وحدت وقتی که به کلی خل فرا شده بود و فرار بود پس آورده شد سلا داده شد بزن مردم رو بکش. اینمی کسایی که بینیش بریده شد سینیش بریده شد این گلبودین بسیار به این قسمت برای کل اگه معلوم است که مقصر است که از وحدت پس مستقل ساخت. کی میفهمه که بازی بدبخت بیاید
ولو خانی خودم این جنایتکارا خود فعلا به قدر کافی هستن، ولو بدبختم که دارن و همه قدر سات کان فساد و بدبختی هست که باز اونامو تو کت دوستم جور آمد و کت دجال ایران جور می آید و کت چوچه مزاری و دگر و دگر هزار بدبختی دگر این بار میاره در این مملکت. از یا انتظار خوبی آدم نداشته باشه، فقط هم یه روز والا ما خبره را که میشنم بله بله میفهم که از یا خوبی هم انتظارش را نداشته باشه، باز بله چی گلا بار میتن، باز چی بدبختی را یه بله درسته. روز خوش شد. تشکر دمی آخر پروگرام. یقینا حراس همی است که در آینده افغانستان موکسا یک چیزی که قابل تعلم و تأثیر مهمی است که می خود سیاست افغانستان همین مردم اجاره کردن، یا خوب هستن یا بد هستن همی باید کنترل کنن، از طالبش گرفته تا حزب اسلامی تا جمعیت دیگه دیگه، هیچ همین مردم های سالس یک گروپ دیگه یک اشخاص نو که بیطرف باشه به وطن دل بسوزانن یک کتلی دیگه بیایی که همیان نباشن، یکیش میاد یکیش فرار میکنه، باز دیگه میاد با جای زور میگیره و دیگهش میاد با جای دیگر میگیره. ما عرض معمی است که ای کاش یک جهت دیگه به وجود بیاد، فقط این میراث پدر و پدر کلان از اینا باشه که وقتی که ربانی تا آخر میدنگان به نام جهاد که ما رهبر مجاهدین و دیگه و دیگه حضرت صاحب دمی دو ماه را همه تو پذیرفت و صاحب دویده دویده آمد که مقصد رئیس جمهور شد. اگر اینا وجدان می داشتن برای وطن همونجا باید می گفت که بدر می دو ماه هیچ برای ما کفایت نمی کنه و علاوه از اون به می گفت شما پاکستانی ها نمی کنم همونجا احتجاج می کرد. مگر اینا خود تابع نفس و شیطان خود و حکومت و ریاست و اینا که علم رئیس جمهور می فهمی رئیس جمهور می شون رئیس جمهوری افغانستان و حق پدر و پدر کلان نیکی ما از رال که برادر خودت پاکستان 14 سال زیر رکاب خود دوان زده روسا ولی که سخود کده خود رئیس جمهور میسازه اول همی خجالت است برتان. بعد از او ربانی خان میاد تیاری از او را میزنه که دو مارم پورا نکنه و صاحب عجله داشتن و صاحب بیت الخلای هرگ اینا بسیار دوست داشتن که در اونجا بز قهرمان و که صاحب آدم شیطان روبای او آدم جا حالا که والا گلبدین تیاری حضرت زده حضرت تار شد و صاحب یگالی را انداخت که گلبدین خاین و که چطور چنان باز وقتی که او را کشیدن از ارگ بعد از او فهمید که نه بابا ایره کس دیگه زده بود بعد از او را دومیز باز همین وقایع بعدی از او کلش برای قدرت بوده و بعد از او طالب به نتیجه از او صاحب این میا باید در حکومت افغانستان هر چهره که شما هر قدر نفرت دارین همی امریکا اونا را دوست داره. امی دوستم از زمین و زمین زمان افغانستان میگه که بابا خویم بسواد هست، هم قاتل هست، هم گلنجم هست، هم آدم کش هست، امی باید واجب القتل است که از بین باید بره، یک پرازیت یک قده سرطانی برای افغانستان. مگر امریکا او رو دوست داره؟ امو گفته چرچل خاینترین بدترین از واره بالای یک کتله جاهل از او حاکم بسازین قرار چرچک کد زندگی تانه کنین امو کار بریتان میکن. و امروز هم همه تون است امریکا برامده است یک چند تا چرخبال و که دیگه و دیگه برای از اینا میته باز این بچه غریب بدبختی بیچاره برای $300 مرا دیشب والا اگه خواب برده باشه گفته خودت که اشرف غنی باید زارترق میشه او روز به روز صاحب کما مندازه و صاحب هم تو چالاک شده میره و ساعت شانتیره و عبدالله خو صاحب اونو او آدم یاد دیگه یه ارکانی که گفتم که یک میگه تیاره دوست ما گفتن که هواپیما بگویم یا تیاری مسافربری میگه تادان از این پولدارا پول بودن گفتم یا کجا میرن میگه اینا میرن ایده در بیرون از افغانستان در دبی در سواحل بسیار مقبول ترکیه و اینا میگذارن و همو خاینترین همو دوزای سرمایه های مردم و وطن سیاپوش شده بوده از غم اولاد و فراق این و آن خود که در جنگا کشته شد ای باید راستی هم زاره ترق می شود. ما شما باور کنین دیروز امو خونی که از امو موری گردن از این بیچاره فوران بود مرا والا گریان گرفت. احران ماندم که بدبخت به چی کیه هست لباس پلنگی در جانش و صاحب و آدم چیل میزنه که حالا چپرکت بیر در مو اصنا خیلی نفسی از او برامده قدر خون از او جاری بود همه تو شما مثل فواری خون ما والا باری اول دیدم دیروز گریستم خوابم به هم خورد و راستی اینمه تو وقعی را یا ایست که آدم باز بلد میشه میگه بلد پسش میگه قصاب
پسر قصاب آیستا آیستا مرغ میکوشه و باز گوسفند و گاو و باز برای از او یک رقم تفریح وارد میشه. برای از اینا هم آدم کشی و خون مردم یک رقم ساتیری و خوشی وارد شده، مثل رقص مرده برای از اونا و سینای دوشیزی افغان یک تفنن وارد بود یا تولد یک طفل در محضر عام. برای از اینا هم همطور میشه یه وقایی دروغ گفتن با کلی اونجا یک عنانی روزگار میشه، او را روان میدارن. بدبختی وقت حاکم حال مردم میشه که زعمای مردم یعنی معروف به نهی و نهی را به معروف تعویض کنه. در یک اجتماع خود قرآن میگه و حالی همه طور شده. اگر خائن نباشید و مملکت خودت کارت پیش نمیره، باید خیانت کنی، دروغ بگویی، تملق کنی، در پای ناتو بیوفتی، جنگیری را خدای خود بتراشی. بود پرستی چی است برادر؟ امروز خود ضرور نیست که زده زیر یک سنگ خودت خواه شوی و از او بخواهی چراغ روشن کنی. همین جنگیری که میحسید یک بوته داره و چراغ روشن میکنن در زیر پای از او میفتن. همین دیالوگ هایی را که شبخند میسازه در رابطه با جنگیری و یکی را جنگیری میسازه و دوتا را اشرف غنی و عبدالله، همو وقعی افغانستان را تشریح میکنه. یا خود از یکی پالوی پیاده سترنج برای این طرف و وام صاحب همو صدر اعظم سترنج که قد بلند داره دو طرف گوتک های استاد صاحب تملق میکنن صاحب، آدم خجالت میکشه. همین خون شهدا، همین مردمی که در طول سالها قتل شدن به نام آزادی و حریت و استقلال و اینا، و اینا بی باکانه در پای ناتو و جنگیری و دیگه و دیگه میفته. باز دستار احمد چاو بابا رو که نمیدونم وزیر اکبر خار نه، اینا سر دم سر خود فرق سر خود یا میمانه. این بدبخت ها حیران میمانه که آدم چطور اینا را خداوند بکشند. دیگه ما چی عرض کنم؟ به هر حال دوستان عزیز به همینجا کفایت میکنه. ما هر کدام به خداوند لایزال میسپارم. بالای وقایع افغانستان تحلیل و تفصیلتان رو بدارین، هر کس نظرش احترام میشه و از ملت، از مردم، از خدا که برتان بهتر باید که کلام کسی دیگه نباشه. همونجاست که حقایق افغانستان شما میتونین آزادانه بیان کنین و ما هم رای رفته نمیریم که ما بخچی کنی سیاست از یک جای واز کنم و ناق برنا بالای وقتی مطرح میشن مطرح میشن، موضوع روزتان میشه. مریگان تا میگه که چرا برادر من، برادرت بگو که موضوع روز نباشه، یا کاکایت بگو که دمی حکومت نبود ما هم غرض نداریم. و میگم یک آدم خانه نشین است، مطرح نیست. پروگرام ما سیاسی است، بالای مسائل سیاسی افغانستان گپ میزنم یا مورهای سیاسی خود میساز اینجا میره در چراغ پروگرام ما خود برابر میکنه و روبروی ما میایه و کسی که در این سناریو یا فیلم شریک است خود ما باید بالای همون تبصره میکنیم. ما خود نرفتیم بالای یک آدم را روی بیچاری که مشکل روزگار داره بالای عمل کرده از روی قدر وقت باشه صحبت کنیم. بر حالا میتونست تاسیه هر یو پخدای سپار و گران دوستان و پمخم که بیا به انشالله دوشنبه که زوان دایات پاکی و سر بیا بغیگی و پمخه کسی.